بسیار باش کرد. با عرض سلام و ابلاغ ادب خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، هشتمین روز است از ششمین ماه از دوازدهمین سال در سومین هزاره. سعید بهوانی هستم. ساعت 1:20 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا 4:20 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 4:20 است. 10:20 است در اروپا و 9:20 است در انگلستان، 11:20 در ترکیه. مثل معمول هر جمعه در این ساعت میریم سراغ آقای رضای فانی و مسائل روز و هفته رو با همدیگه دنبال میکنیم. از همه شما نازنینان سپاسگزارم به خاطر مهر و محبت فراوانتان. واقعا خودم رو یه جوری شرمسار میبینم در مقابل این همه صبوری در حقیقت از جانب شما بزرگان. اختلالاتی هست و حال مشغول رفع و رجوع این اختلالات هستیم. همطوری که ملاحظه میفرمایید به حال یه تغییراتی رو در سیستم کلی فنی برنامه ها دادیم تا بتونیم که تصویر و صدای بهتری رو داشته باشیم. میدونید که تلویزیون میهن پیشتاز بود تو این زمینه و اولین تلویزیونی بود که تونستید روی تلفن دستی تلویزیون رو ببینیم. از طریق روکو میتونید که صدای ما رو بشنوید، از طریق تیونینگ رادیو توی اتومبیلای جدیدی که الان در میاد دیگه تیونینگ رادیو بهش متصل است، از اون طریق هم میتونید صدای ما رو دریافت بکنید و روی آیپاد و آیفون و آیها همه هستیم. از طریق اپل هم تصویر ما قابل رؤیت است. مشکلات در اون زمینه ها بوده، امیدوارم که بتونیم باز هم قدم های بهتری رو برداریم برای اینکه این صدا رو برسانیم، صدای شما خوبان و نازنینان رو. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. از طرف خودم و همه شما عزیزان سلام بکنم به آقای رضای فانی. آقا سلام بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهبهانی، بعد خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه های شما، و امیدوار هستم که همیشه شما در کارتون موفق و پیروز باشین و بنده هم در خدمت شما هستم تا اونجایی که در توانم هست. قربانت برم، همیشه محبت شما شامل حال ما بوده است. عرضم به حضور شما آقای فانی، امروز هم در وین پایتخت اتریش جلسه ای بود. البته میدونیم که اینا در حقیقت ایران درخواست میکنه که برای ماجرای مسکو و نشست در مسکو میگوید که ما یه جلسه بذاریم، حالا ببینیم که در سطح معاونین تا ببینیم که مذاکره چگونه باشه. یعنی همش در پی مذاکره برای مذاکره است. از طرفی در ایران صداهایی به گوش میرسد از اینکه میبینه که به هر حال راه تاریک است، راه جلوش بنبسته، تحریم ها از اول ماه جولای آغاز میشد. امروز در وین گفتن که هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی اینکه آقای سلطانیه مجدداً صحبت‌های گذشته رو تکرار کرد و مسائلی که قبلا راجبش به قول خودشون گفتن این مسائلی بود که قبلا راجبش حرف زدیم و نتیجه گرفته بودیم و دوباره اون مسائل رو مطرح کرد به اضافه یه سری سوالای دیگه. در نتیجه بی‌حاصل جلسه به پایان رسید. می‌خواستم ببینم که این جلسات بالاخره به نظر شما عاقبت کار رو به کجا میبرند. یه موقعی بحث بود بر سر اینکه اگر ایران رو ما این مسئله تحریم نفت باشه، ایران خیلی چیز میشه، قیمت نفت بالا میره و ایران سود میگیرد و اینا، ولی میبینیم که میزان خرید نفت از ایران بسیار پایین اومده. همه پیشاپیش واردات نفت خودشون از ایران کم کردن یا ایران صادراتش کم شده، ولی قیمت نفت امروز از و آخره اون اول به 128 دلار رسید ولی الان دوباره به 83 دلار قیمت نفت است. بنابراین این ابزار نفت هم اون چیزی که میگفتن که آقا نفت گران میشود گران هم نشد. تحریم های سختی پیش رو هست و اگر در مسکو این اتفاق بیفته و باز هم بی نتیجه باشد، فهم میکنی که عاقبت کار به کجا میرسه؟ میخواستم نظر شما رو تو این زمینه بدونم. میدونم یه ذره پیشگویی سخته ولی ما هم جام جهان نما نداریم، ولی بالاخره میشه یه ذره فکر کرد و از تخیلم استفاده کرد و ببینیم که شما چجوری میبینی صحنه رو. ببینید
چند تا بحث اینجا صحبت شد. یکی خود به اصطلاح تأثیر این مسئله نفت و انرژی هست در رابطه با این بحرانی که الان به وجود آمده. به نظرم تا اونجایی که ایران به هر حال چون تنها تأمین کننده نفت در بازار انرژی جهانی نیست و این هم جای خوشبختی هست که ایران تنها کشوری نیست که به اصطلاح بازارهای انرژی جهانی رو در اختیار داره و فقط یکی از این بازیگران هست و یک درصد معینی از این به اصطلاح انرژی جهانی رو در اختیار داره و همین دلیل هم ایرانی ها تعیین کننده نیستن در این بازار جهانی، به ویژه که کشورهای دیگه هستن که اونها کاملا مغایر با سیاست ایران عمل میکنن و اگر اونها چنین تصمیمی رو نداشتن چه بسا بازار جهانی، بازار انرژی جهانی دچار شوک میشد و بحرانی به اصطلاح در این زمینه شکل میگرفت. مثلا اگر عربستان سعودی یا عراق یا خود روسیه یا کویت، قطر، اونها مثلا در مدار سیاسی همراه جمهوری اسلامی ایران بودن و به نوعی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کردند در بازار جهانی، مطمئناً اونها قیمت به اصطلاح تولید نفت رو بالا نمی‌بردن، تضمین برای به اصطلاح افزایش تولید به اصطلاح نفت نمی‌دادن و این بازار جهانی مطمئناً اون وقت اون چیزی نبود که امروز شاهدش بودیم. و این به هر حال مایه خوشبختی هست که این بازار انرژی جهانی بازار خیلی دایورسی هست، نیروهای مختلفی هستن که اونجا بازیگر هستن و همه هم با همدیگه اتفاق نظر ندارن، وگرنه حالا امکان داشت در رابطه با این بحران در رابطه با ایران عملی بکنه که شاید ما موافقش باشیم یا مخالفش، ولی به هر حال اونجا میشد یک موضوعی که میتونست گریبان خیلی ها رو بگیره و سیاست های جهان رو تحت شعاع عملکرد خودش بذاره و به نظرم اینجا خوشبختی هست. یعنی این تقسیم این منابع انرژی در جهان و تحت قدرت های متفاوت سیاسی این نقطه مثبتی هست به نظر من. بعد شما هم به درستی گفتین یک چنین تصوری بود، ولی اون تصور مبنای به استناد ارائهش این بود که بازار جهانی به همین روشی که مثلا 6 ماه پیش عمل میکنه به همون روش میزان تولیدات همون خواهد بود، قیمت ها همون خواهد بود، بعد این بازی تغییر نمیکنه. ولی طبیعی است که عربستان سعودی اعلام کرده که ما حاضر هستیم افزایش به اصطلاح تولید رو تا اونجا بالا ببریم که اصلا هیچ کسی در بازار جهانی احساس نکنه به اصطلاح این تحریم بازارهای انرژی ایران رو و قیمت رو هم حتی تا 60 دلار هم میتونیم بیاریم پایین، چون به هر حال اونها نیروهای تعیین کننده هستن در تعیین به اصطلاح قیمت گذاری در بازار جهانی. به هر حال این موضوع به شوک به غرب شوک وارد نکرده و ایرانی ها هم نتونستن از این مسئله استفاده بکنن برای اینکه شرایط خودشون رو در میز مذاکره تحمیل بکنن. البته به ایران هم زیاد فشار وارد نکرده. به نظرم به هر حال ایران هم به خاطر اینکه یک سلسله مشتری هایی رو داره که اونها هم از قدرت به اصطلاح خاصی در دنیا برخوردار هستن و هم سعی دارن میکنن که با فشار به امریکا رو وادار بکنن که اونها رو معاف بکنه در این رابطه و حتی همین به اصطلاح دیروز و امروز و اینها هم شنیدین که قرار هستش که به اصطلاح امریکایی ها یک مقدار شرایط رو برای بعضی از کشورها در رابطه با تحریم شرایط رو آسان‌تر بکنن و اون فشارهایی رو که مثلا قرار بوده تجویز بکنن الان احتمالاً میخوان مقدار سهل‌تر و آسان‌تر بکنن. این هم نشون میده که ایرانی‌ها هم در این بازی همچنان هنوز به اون وضعیت اسفباری که حاضر باشن سر میز مذاکره بیان و شرایط طرف مقابل رو بپذیرن به اون روز نیفتادن. گرچه خب ایران به هر حال از اونجایی که بیشتر از 100 میلیارد دلار درآمد کشور
یعنی حداقل حدود 1/5 کل جی دی پی کشور جمهوری اسلامی ایران از درآمد نفت تأمین میشه، مطمئنن این تحریم بسیار بسیار شکننده هست برای ایران و روز به روز هم وضعیت رو بدتر خواهد کرد. ولی تصور این که حکومت جمهوری اسلامی ایران در این رابطه حاضر باشه تحت هر شرایطی رو بپذیره به نظر من تصور غیر واقعی هست، در این حال که فشار واقعا طاقت فرسا هست بر حکومت و بر مردم ایران. ولی خب شما تصور بکنید که اصلا مثلا تمام به اصطلاح سکوهای صادراتی نفت ایران رو احتمالا بلندشن بمباران بکنن، بعد شما فکر میکنین مثلا همین به تنهایی موجب فروپاشی نظام خواهد شد؟ مطمئنا نه. مردم عادت میکنن کم کم در شرایط بسیار سختری زندگی بکنن، رژیم شروع میکنه به اصطلاح هزینه ها رو در خیلی از موارد زدن، مشکلات افزایش پیدا خواهد کرد. ولی نظام حکومتی در ایران فقط به صرف کمبود درآمد دولت از بودجه های نفتی به نظرم جابجا نخواهد شد. برای تغییر در کشور ما احتیاج به یک نیروی آلترناتیو قدرتمند داریم که حمایت مردم رو پشت سر خودش داشته باشه و بتونه نظام جمهوری اسلامی ایران رو چه در اوج توانایی های اقتصادیش و چه در بدترین وضعیت توانایی های اقتصادی بتونه اون نظام رو وادار به عقب نشینی بکنه. یعنی از اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم که حتی اگر این شرایط هم نباشه و جمهوری اسلامی ایران با غرب و اسرائیل به توافقهایی دست پیدا بکنن و نفت ایران اصلا در بازارهای جهانی با بالاترین قیمتها به اصطلاح فروش پیدا بکنه و ایران از یک وضعیت رونق نسبی اقتصادی هم برخوردار باشه، ولی نظامش یک نظام به اصطلاح سرکوبگر باشه، همون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم، جسته 30 سال گذشته شاهدش بودیم، باز این به این معنا هستش که خود به خود این وضعیت به اصطلاح بهبود اقتصادی وضعیت اجتماعی رو تغییر نخواهد داد و ما برای به اصطلاح تغییر اون وضعیت اجتماعی باز مجبور هستیم که به سازماندهی مدنی، سازماندهی نیروهای به اصطلاح مخالف حکومت در داخل دست بزنیم و حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنیم. خب به هر حال در موقعیتی که نظام از یک وضعیت برتر اقتصادی برخوردار هست، مطمئناً این کار سخت‌تر هست به خاطر که دست اونها باز هست برای اینکه به مردم امتیازاتی رو بدن، چنانچه مثلا وضعیت امروز در کویت یا قطر یا عربستان سعودی اینطوری هست. نظام‌های به مراتب بسیار مرتجع ولی پولدار و قدرتمند از نظر اقتصادی که میتونن امتیازات زیادی رو به جامعه بدن. ولی خب به هر حال این مشکل، چه وضعیت نظام از نظر اقتصادی خراب بشه، به فروپاشی منتهی نخواهد شد مگر اینکه یک نیروی قدرتمند بزرگ اجتماعی اپوزیسیون در اونجا حضور داشته باشه. بسیار عالی. بله، خب این تحلیل درستی بود. اما عرضم بزرگ شما که جمهوری اسلامی تونسته در حقیقت تا امروز اون اجتماع، یعنی تأمین کنه اون مسئله معیشت مردم رو به یه شکلی، بالاخره یه پولی رو میچرخونه تو دست مردم با هر شیوهی که هست، این کارا رو انجام داده تا حالا. اگه یاد بشه چند سال پیش ما یک شورشی رو داشتیم به اسم شورش بهجت آباد، اسمش رو گذاشتن شورش بهجت آباد، سر ماجرای بنزین بود و اینکه بنزین نبود و مردم ریختن تو خیابون و تو تهران چند تا پمپ بنزین رو آتش زدن، اسمش رو گذاشتن شورش بهجت آباد. اگر که این شرایط در حقیقت به اونجای، من یادم خود شما هم یه بار این بحث رو مطرح کردی تحت عنوان اینکه این مسائلی که امروز می‌بینی علت چینه که مثلا یه درآمدی وجود داشته و مثلا فرض کنید درآمد 100 بوده و بین مثلا 1000 نفر تقسیم می‌شده، حالا اون 1000 نفره همچنان وجود دارن ولی این درآمد 100 مثلا شده 30. بنابراین ریشه اختلافات رو شما در اونجا نگاه کردی، گفتی چون این پولا
کم شده اینا به سر کول همدیگه افتاده، هر کی سهم خودش رو میخواد بگیره. حالا اگر که این درآمده کم بشود، بنابراین ما باز هم به سمت یک شورش عمومی پیش خواهیم رفت. یعنی که این یه چیزیه که نشون میده، یعنی مردم بالاخره تا یه جایی استقامت میکنن. من دیروزم گفتم اینا هی درجهش رو این بره بالا میبره بالا میبره بالا، یواش 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 اینا عادت میکنن، ولی این یه حدی داره، یه جایی میشکنه. ولی نبود سازمان و اتاق فکر و فرماندهی باعث میشه که این شورش تبدیل به یه شورش کور بشه و باز هم ما به نتیجه نرسیم. ولی من نقطه که روش تکیه میکنم اینه که ما به این نقطه میرسیم، یعنی که این شورش رو خواهیم دید. شما چه این چیزی رو نمیبینید تو صفحه که یعنی به یه جایی برسه که بالاخره مردم اعتراض کنن بیان تو خیابون؟ من 100% با صحبت شما به طور عامش موافقم. یعنی مشکلات اقتصادی بعد تنگتر شدن فضای زندگی اقتصادی برای مردم و زحمتکشان همه جای دنیا نارضایتی ایجاد میکنه. این نارضایتی ها بر بعضی جاها به اصطلاح عصیان های عمومی تبدیل میشن، بعضی از این عصیان های عمومی به شورش های بزرگ اجتماعی تبدیل شدن که حکومت ها سقوط کردن، انقلابات اجتماعی به وجود آمده. ولی به نظر من گرچه تمام این به اصطلاح داستان درست هست از این نظر، من فقط دو به اصطلاح میخوام یه مقایسه بکنم و از اونجا برگردیم روی مسئله ایران بین اروپا و امریکا. ببینین مثلا شما در اروپا به خاطر وجود احزاب قدرتمند، اتحادیه‌های به اصطلاح صنفی کارگران و کارمندان، آره، بعد جامعه مدنی بسیار قوی، شما تا ببینین مثلا در اروپا اگر قیمت به اصطلاح کالاهای نیازهای اساسی مردم افزایش پیدا بکنه، مثلا ترانسپورتیشن عمومی رو مثلا قیمتش بالا ببرن، یاد پول بیکارا رو قطع بکنن، بیمه های اجتماعی رو قطع بکنن، شما مواجه میشین با به اصطلاح یک عصیان‌های بزرگ اجتماعی، اعتصابات بزرگ سراسری و حکومت‌ها رو وادار میکنن که در اون زمینه‌ها به اصطلاح عقب نشینی بکنن و اجازه نمیدن که حکومت حتی در شرایطی که همه جامعه هم اتفاق نظر داره که مثلا اقتصاد اسپانیا در هم شکسته یا اقتصاد یونان یا فرانسه در هم شکسته، ولی اتحادیه‌های مثلا سراسری اونجا با حفظ همه اینها اعتصاب میکنن و حکومت رو وادار میکنن که حق نداری مثلا از امتیازات اجتماعی ما رو بزنین. ولی درست در همین به اصطلاح وضعیت شما در امریکا میبینین هیچ اتفاق نمیفته. یعنی همین الان در امریکا به طور رسمی کسانی که حق بیکاری میگیرن حدود مثلا 8.5% 8.9% و این به این معنیست که به اصطلاح 1% بسیار بزرگی هم بیکارن، ولی اینا حق بیکاری نمیگیرن چون حق بیکاری یک زمان معینی داره و وقتی شما اون زمان رو گرفتین تموم شد دیگه جزء جامعه بیکار محسوب نمیشین. در خیلی از ایالت ها هست 15% حق بیکاری دارن میگیرن و اگر به اصطلاح ما اون جماعت هم بهش اضافه بکنیم شاید 20-25% ما بیکار داشته باشیم. در کالیفرنیا، ایالتی که به اصطلاح پنجمین اقتصاد بزرگ جهانی هست یا ششمین اقتصاد بزرگ جهان هست، الان وضعیت بسیار بسیار بدی هست. حداقل 15% شاغلین در این به اصطلاح ایالت بیکارن، بسیاری از مردم خونه و زندگی و به اصطلاح آینده و تمام سپرده های بانکیشون همه رو از دست دادن و در وضعیت زیر خط فقر زندگی میکنن در پیشرفته ترین کشور به اصطلاح جهانی، ولی هیچ اعتراض اجتماعی شکل نمیگیره. اگر قیمت بنزین رو اینا از مثلا 1 دلار تبدیل میکنن به 4 دلار در ظرف یه فاصله مثلا 6-7 ساله، یاد فردا اصلا یه دفعه بکنن 8 دلار، هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ جامعه تحمل میکنه. یعنی همین وضعیتیست که مثلا شما در خیلی از کشورهای دیگه میبینین که حکومت ها، حالا در بعضی جاها حکومت ها به شکل دیکتاتوری از شکلگیری احزاب و اتحادیه ها و به اصطلاح سازمان های بخش جامعه مدنی جلوگیری کردن تا
در بعضی از جاها مثل امریکا به هر حال به دلایل معینی این نوع سازمان ها شکل نگرفته یا بسیار ضعیف است. ولی نتیجه عمل این هستش که وقتی یک بحران بزرگ اقتصادی اجتماعی پیش میاد، جاهایی که این سازمان های اجتماعی وجود ندارند، زحمتکشا نمیتونن، مردم نمیتونن واکنش نشون بدن و حکومت ها هر کاری رو که میخوان پیش میبرن. مثلا در امریکا اگه شما یادتون باشه، حتی در حوزه سیاسی، مثلا در دوران آقای بوش یا حتی در دوره آقای اوباما، قوانینی رو به اصطلاح اینها پیش میبرن که این قوانین واقعا قوانینی است که از جهتی به اصطلاح موجب شرمساری هست در این کشورهای دموکراتیک، مثل همین قوانینی که به اصطلاح در دوران آقای بوش پیش بردن که افراد رو میتونن به اصطلاح دستگیر بکنن بدون به اصطلاح هیچ چیزی و برای زمانهای نامحدود در زندان نگه بدارن، یا حتی الان در زمان آقای اوباما که شهروند ایالات متحده رو شما میتونین ترورش بکنین در هر جای دنیا، برای جمهور این دستور رو میده در جایی که به صورت دادگاه باید رسیدگی بکنه و غیره. بنابراین ما میبینیم که این مقایسه رو کردم به خاطر اینکه بگم درسته این به صورت شرایط فشار به خیزش های اجتماعی، عصیان، نارضایتی های عمومی میتونه فراگیر بشه، ولی اونها زمانی موفق خواهند شد که حکومت ها رو از پای در بیارن که بتونن به اصطلاح به طور متشکل به کار رو ادامه بدن. مثلا اگر شورشی که اعتراض، شورش که نه، اعتراضی که مثلا در به عنوان اکیوپای موومنتی که در امریکا طی چند ماه گذشته اتفاق افتاد، اگر یک بدنه حزبی بزرگی در این جامعه وجود داشت، این اکیوپای موومنت میتونست به اصطلاح به یک جنبش بزرگ اجتماعی تبدیل بشه در امریکا و موجبات به اصطلاح یک سلسله قوانین مترقی رو بتونه به اصطلاح به وجود بیاره، مثلا قانون تکس این کشور رو عوض بکنه یا یک سلسله به اصطلاح قوانین اجتماعی رو به نفع به اصطلاح اون 99%ی که به قول معروف توی این کمپین اجتماعی مطرح بود که 1% تمام ثروت کشور رو در اختیار داره، به نفع اون 99% تغییرات ایجاد بکنه. ولی ما دیدیم که هیچ اتفاق نیفتاد. اون تعداد آدم هم اومدن در کنار خیابون‌ها، مدت‌ها هم نشستن، بعضی جاها پلیس زد به استراد بیرونشون کرد، بعضی جاها اصلا کسی تحویلشون نگرفت و خودشون خسته شدن بساطشون رو جمع کردن رفتن، ولی هیچ تأثیری نتونستن بذارن. یعنی شما هیچ اعتصاب کارگری ندیدین در این کشور، هیچ اعتصاب مثلا سراسری پیدا نشد، در حالی که اگر این اتفاق در اروپا پیش می اومد، یک اعتصابات سراسری رو پیش می آورد که حکومت وادار می شد به امتیاز دادن. به نظر من در ایران ما تا زمانی که اون بدنه اجتماعی متشکل رو به وجود نیاریم، همه این بدبختی های اجتماعی می تونه وجود داشته باشه ولی به اعتراضات جدی سیاسی تبدیل نشه. میتونه نارضایتی باشه، میتونه شورش ها حتی عصیان های به اصطلاح منطقه‌ای به وجود بیاد، همون مورد شورش بهشت آباد رو که شما به اسم بردین، یا مثلا سالهای گذشته در مشهد ما شاهدش بودیم به اصطلاح یک شورش بزرگ اجتماعی به وجود آمد، در بسیار از جاهای دیگه شاهدش بودیم که این شورش ها به اصطلاح در شهرهای دیگه وجود داشتن، حاشیه نشین ها اعتراضات به اصطلاح معینی رو داشتن در دورهای در مسگر آباد ما شاهدش بودیم، ولی هیچ کدوم از اینها نتونسته به یک شورش بزرگ اجتماعی در سطح شهرهای ایران منجر بشه و طبقات مؤثر جامعه رو به اصطلاح درگیر بکنه با حکومت. بنابراین من معتقدم که تمام صحبت شما درست است. تقسیم درآمدهای به اصطلاح هنگفت نفت که در بین خود آقایون بوده، به نظرم الان اگر دقت بکنین، من میتونم حداقل این رو بگم که اون چه که در ایران ما میبینیم درگیری ها رو تشدید کرده، بیشتر اتفاقا در بالای جامعه هست. یعنی همین درآمدهای نفتی رو که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، درآمدها کم شده و سهم آقایون کمتر شده و هر کدوم به اصطلاح دست انداختن، چنگ انداختن واقعا، مثل اختاپوس که یک بخشی رو گرفتن و میخوان از اونجا تغذیه بکنن، اینها به اصطلاح محدود شده، خود اونها به جان همدیگه افتادن و بسیاری از دعواهایی که در جمهوری اسلامی هست، دعواهایی است که در بالا هست برای به اصطلاح تقسیم این غنایم.
و هنوز مردم در پایین هیچ به اصطلاح حرکتی نشون نمیدن، گرچه نارضایتی هست، یعنی در اون اصلا شکی نیست. هر کسی بره ایران برگرده میگه آقا قیمت ها گرونه، به نرخ دلار مردم جنس میخرن ولی با ریال کار میکنن. ولی مهم این است که اصل دعواها رو اگه شما الان نگاه کنین هنوز تو بالاست. یعنی شما میبینین که در مملکت یک نفر پیدا میشه 3 میلیارد دلار پول مملکت رو میخوره و یک به اصطلاح افتضاح بالا میاد، 3 میلیارد دلار تقریبا برابر یک ماه از این تمام رایانه است که اینا به مردم ایران میدن. خب ولی این در جامعه به هیچ اعتراض اجتماعی منجر نمیشه. این دعوا تو بالا وجود داره، یک عده‌ای برای این که به اصطلاح یه عده دیگه رو در حکومت تحت فشار بذارن و به اصطلاح بیرونشون بکنن، از این مسئله دارن استفاده میکنن به عنوان یک برگ برنده. ولی در هیچ جایی از جامعه ما این بحث به طور جدی وجود نداره که آقا این دزدهای به اصطلاح گردن کلفت در اون بالا اینا حق مردم رو اینجوری دارن از بین میبرن و مردم در این بازی نقش ندارن. به نظرم اینها هنوز به مسئله مردم تبدیل نشده. در آینده چنانچه شما اشاره کردین احتمال زیاد داره این بحران‌ها به اصطلاح زندگی رو سخت‌تر و سخت‌تر بکنه برای جامعه و ما شاهد یک نوع اعتراضات جدیدی باشیم و من امیدوارم که فعالین سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور با پیشبینی این که این نوع احتمالات به اصطلاح در آینده هست به فکر ابزارهایی باشن در جامعه که اون ابزارها بتونه پتانسیل موجود از این اعتراضات اجتماعی رو، عصیانهای اجتماعی رو به اعتراضات و عصیانهای سیاسی در جهت به اصطلاح تغییر و تحول نظام قدرت در ایران پیش ببرن و کانالیزه بکنن. ولی اگر ما فقط منتظر بشینیم که این عصیانها پیش بیان، این عصیان ها میتونن پیش بیان چنانچه در بسیار از کشورهای دیگه دنیا پیش میان. اول از همه حکومت ها هم پویکار نیستن، اونها رو سرکوب خواهند کرد. دوم اینکه به هر حال این عصیان ها چون که تشکلی نداره اینها در یک حالت اعتراضی انفجاری پیش میان، یک به اصطلاح وضعیت واقعا غیر قابل پیش بینی رو در یک منطقه به وجود میارن و بعد افت میکنن. یعنی به این معنا نیستش که اینها باقی میمونن و به یک جنبش های سیاسی به مراحل بعدی ارتقا پیدا میکنن. در برزیل شما شاهدش بودین، در آرژانتین شاهدش بودین، در بسیار از کشورهای به اصطلاح منطقه خود ما مثل سریلانکا، مثل هندوستان شما شاهد هستین که مناطقی هستن که زیر مافوق زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و به خیلی از این نوع اسیان ها هم درشون به وجود میاد. بعضی هاش به سرکوب میشه، بعضی هاش حتی به اصطلاح به گروگانگیری بعضی از افراد به اصطلاح متمول در اون مناطق مبدل میشه و ولی به جایی نمیرسه، یعنی به هیچ تغییر جدی در نظام سیاسی منجر نمیشه. درسته. بعد حالا بعد سوال بعدی این هستش که اگر که به این نقطه برسیم، یعنی باور کنیم که این اتفاق اجتناب ناپذیر است، یعنی یه جایی این اتفاق خواهد افتاد، بالاخره میشکنه. و حالا سوال بعدی اینه که با توجه به شرایط که درون ایران وجود دارد و در حقیقت سازمانی شکل نداره، سازمانی وجود ندارد، گویین که مردم با هم پیوند دارن، گویین که مثلا فرض بکنین که امروز برای هدای صابر یه عده رفتن سر خاکش ولی سریع ریختن اونا رو گرفتن، عده رو دستگیر کردن، پیر مردی مثل محمد ملکی رو مثلا درگیر شدن با پیر مرده رفته تو شکمشون، خب ما میبینیم که درون ایران یه ذره سخته و این بحث خارج کشورم در حقیقت یه جوری گیر کرده. از کدوم در باید وارد بشیم به نظرت؟ از کجا باید شروع بکنیم داستان رو برای ایجاد اون سازمان؟ ما به عنوان کسانی که در خارج از کشور نشستیم یک نقش معینی داریم. نیرویی که در داخل کشور هست یک به اصطلاح جایگاه ویژه خاص خودش رو داره. اول از همه ما باید این رو متوجه باشیم، یعنی من و شما و بسیار از دوستان دیگه‌ای که در خارج از کشور هستیم باید متوجه
شده. ما واقعا در اصطلاح این معادله تقابل سیاسی و قدرت چه نقشی رو میخوایم بازی بکنیم؟ این نقش اگر به اصطلاح روشن بشه، به نظر خیلی از مسائل بعدی رو ما قادر خواهیم بود که به درستی پیش ببریم. و علت این که تا حالا ما در این 30 ساله گذشته و همین سالهای به اصطلاح کنونی به قول معروف در جا زدیم و نه تنها در جا، حتی پس زدیم. اگر فکر کنیم که در ایران، یعنی اگر ما تصورمون این باشه که طی مثلا سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران اگر در اوج محبوبیت خودش به عنوان مثال 90% مثلا حامی داشته و امروز بعد از 30 سال به قول بعضی ها مثلا 20% حامی داره، 70% حامیشو از دست داده در این 30 سال. اپوزیسیون ما در این 30 ساله باید ببینیم که خودش تا چه حد تونسته از این 70% حامی رو که حکومت از دست داده برای خودش مقبولیت اجتماعی کسب بکنه. ما میبینیم که دقیقاً همون طوری که حکومت مقبولیت خودش رو از دست داده، اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی هم، همین اپوزیسیون سنتی که ما راجع بهش صحبت میکنیم، این هم مقبولیت خودش رو از دست داده. یعنی سازمانهایی رو ما داشتیم در داخل کشور که اینا هر کدوم به تنهایی چند ده و بعضی هاشون چند صد هزار هوادار سیاسی داشتن و عضو داشتن. مثلا سازمانی مثل سازمان مجاهدین خلق در ایران یک سازمانی بود که در تمام به اصطلاح واحدهای اجتماعی و انسانی در کشور ما از مدرسه و کارخانه و دانشگاه گرفته تا تمام شهرها و روستاهای ایران این سازمان عضو و هوادار و به اصطلاح دنبال رو داشت و میتینگ هایی رو که میذاشتن چند ده هزار نفر در شهرهای به اصطلاح متوسط در میتینگ های اینا شرکت میکردن. در تهران کاندیدای سازمان مجاهدین آقای مسعود رجبی در انتخابات 500 هزار رأی آورد، با اینکه بسیاری از آرای ایشون رو تو سطح آشغال انداخته بودن و حساب نکرده بودن. و ما میبینیم که مثلا یا سازمانی مثل چریکای فدایی خلق در اون موقع بالاخره میتینگ میذاشن 50,000 نفر 100 هزار نفر در میتینگ اینا آدم جمع میشد در تهران. به همین ترتیب بقیه به اصطلاح جریانات سیاسی، حزب توده، نمیدونم جریانات رادیکال تر چپ یا حتی جریانات میانه مذهبی مثل نهضت آزادی مثلا یا جنبش مسلمانان مبارز و غیره، ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که این فقط حکومت نیست که آراش و محبوبیتش رو امکاناتش رو از دست داده، اپوزیسیون هم اینها رو از دست داده. یعنی اپوزیسیون ایران یک اشتباه اساسی که میکنه، فکر میکنه که وقتی از جیب اونا میفته تو قلک ما، و این اشتباهه. از جیب اونا میفته ولی معلوم نیست کجا میره، امکان داره بره تو جیب یکی دیگه از همون طرفین اونها. یعنی شما اگر نگاه بکنین ببینین که به اصطلاح در انتخابات مثلا دوره آقای خاتمی یا در انتخابات به اصطلاح گذشته بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد، از یک طرف افتاده رفته تو جیب یک طرف دیگه، از جیب مثلا آقای خامنه ای و مثلا کاندیدای مورد حمایت ایشون آقای ناطق نوری افتاده ولی رفته تو جیب آقای خاتمی، کاندیدای به اصطلاح طرف دیگه حکومت. این رو نبایدم بعضی میگن آقا اگر ما بودیم میافتاد تو جیب ما، چنین چیزی نیست. به نظرم چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه اول از همه رو چیزی که وجود نداره نمیشه شرط بندی کرد. شرط بندی رو همیشه شما در دنیای واقعیت میکنین، وقتی دوتا اسب تو میدان اسب دوانی دارن میدوئن میتونین رو اون دوتا شرط بندی بکنین، نمیتونین بگین اگر اسب من بود از همه این سه تا جلو میزد. به هر حال اسب ما در اون مثلا مسابقه نبوده و امکانات حضور رو پیدا نکرده. یکی از دلایلی که امکانات حضور رو پیدا نکرده، اگر شما اساسا بخواین نگاه بکنین، این هستش که شاید قدرت حضور اصلا نداره. یعنی اگر شما قدرت حضور داشته باشین میتونین اون قدرت حضور به اصطلاح نیروی مقابل رو چالش بکنین و وارد به اصطلاح این بازی بشین. حالا حکومت ها همه جا سرکوب میکنن،
این به این معنی نیستش که مثلا ما بگیم حکومت ایران چون سرکوب میکنه بس بنابراین ما حذف میشیم همیشه. نه، حکومت‌ها در همه جای دنیا سرکوب میکنن، حکومت‌های دیکتاتور و نیروهای به اصطلاح اجتماعی اگر قدرت واقعی داشته باشن خودشون رو تحمیل میکنن یا حداقل در عرصه حضور اجتماعی دیده میشن. حالا اگر در قدرت سیاسی نیستن ولی در حضور اجتماعی دارن. ما میبینیم که نیروی مثلا مجاهدین به عنوان بزرگترین سازمان سیاسی کشور حضور اجتماعیش رو از دست داده، جریانات چپ حضور اجتماعیشون رو از دست دادن، نه تنها از دست دادن حتی در همین خارج از کشور. یعنی من میخوام اینجا رو اتفاقا مثال بزنم چون ما خیلی رو خارج از کشور حساب باز میکنیم. من میخوام بگم آقا ما به عنوان مثلا به یک مثال معینش هم بزنم، اگر مثلا از اعضا و هواداران سازمان مثلا مجاهدین خلق که در ایران چند صد هزار نفر بودن و اینها حداقل بگیم 100 هزار نفرشون در خارج از کشور امروز دارن زندگی میکنن، سازمان مجاهدین خلق وقتی که به اصطلاح دعوت میکنه که آقا در فلان مراسم ما شرکت بکنین 3 هزار نفر بیشتر شرکت نمیکنن. در تمام مراسمی رو که مثلا در این حمایت از جنبش سبز 3 سال گذشته ما شاهدش بودیم در خارج از کشور که همه سازمان‌های سیاسی بل اتفاق حمایت کردن، از مشروط خواهان گرفته از آقای داریوش و همایون زنده یاد، یادشون گرامی باد، تا سازمان مجاهدین خلق، تا چپ‌های سابق، تا مجاهدین، تا انقلاب نمیدونم طرفداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور بسیارشون، همین مساجدی که در خارج از کشور هستن، تا افرادی که به نوعی به اصطلاح با اونها روابط نزدیکی دارن مثل نمیدونم نشریه روز آنلاین و نمیدونم نویسندگان روز آنلاین، تا اتحاد جمهوری خواهان، اتحاد دموکراسی خواهان، همه و همه. خب شما میبینین همه این جریانات میگن آقا مردم بیان بیرون. شما مثلا در این شهرهای بزرگ دنیا که مرکز تجمع به اصطلاح سیاسیون ایرانی هست، مثلا در سان فرانسیسکو بیش از 3000 نفر جمع نمیشه، در نیویورک که ما اطلاعی داده بودیم و به اصطلاح اعتصاب قضا اعلام کرده بودیم در رابطه با این دستگیری ها که 100 تا آدم هم امضا کرده بودن که فکر میکردن همه آدم های شناخته شده هم هستن، اونجا حد اکثر در اون نشستی که ما بودیم 200 نفر آدم بیشتر شرکت نکرد متاسفانه. در لندن همینجور شما میبینید حد اکثر 1000 نفر شرکت میکنن، در کلن که یه مرکز دیگه ای در اروپا هست شما میبینید مثلا حد اکثر مثلا 1000-1500 نفر شرکت میکنن. بنابراین همین سازمان‌های سیاسی حتی قادر نیستن که اون نیروی سابق خودشون رو بیشتر از 5% چه بیارن به اصطلاح پشت یک حرکت چند ساعته کاملا مسالمت‌آمیز که هیچ بهایی به اصطلاح هزینه‌ای هم برای به اصطلاح اون افراد نداره، هزینه‌اش فقط پول یک بلیت در واقع مترو هست که از محل زندگیشون به اونجا بیان و اونجا همون یه تظاهرات 2 ساعته رو بکنن برگردن برن به خونه هاشون. این صحبت رو به این دلیل میکنم که میخوام بگم که ببینین حکومت با اینکه ریزش فراوانی در نیروهای سیاسی و حاشیه‌ای به اصطلاح امنیتی خودش کرده، طرفداران به اصطلاح مخالفین حکومت هم نتونستن از اون استفاده بکنن که هیچ، خود اونها هم ریزش داشتن و ریزش اونها هم شبیه ریزش حکومت بوده. بنابراین ما باید اینجا یک تصمیم گیری بکنیم. اول از همه ما باید واقعیت رو بپذیریم، یعنی باید بپذیریم که آقا حکومت درسته بازی رو باخته در خیلی از زمینه ها، ما هم برنده نبودیم. بنابراین اگر قراره که به اصطلاح شرط بندی بکنیم روی اون چه که حکومت از دست داده نمیتونیم شرط بندی بکنیم، اون به اصطلاح مشتری ها تو بازار هستن، امکان داره تو بازار باشن دنبال کالای جدید بگردن، ولی ما اول از همه باید یک کالایی داشته باشیم که به اونها ارائه بدیم که جایگزین باشه و اونها مایل باشن به اصطلاح به اون باهایی که ما این کالا رو میفروشیم اون رو از ما بخرن و اعتماد داشته باشن که این کالا کالای بنجل نیست، کالای مثل کالای حکومت نیست. و این اعتماد سازی که دفعه پیشم ما با هم صحبت کردیم، این اعتماد سازی باید به وجود بیاد و
اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران باید بتونه به اصطلاح اعتماد و حمایت ایجاد بکنه و از این اعتماد و حمایت برخوردار باشه. به نظرم ریشه های عدم شکلگیری این حمایت و اعتماد رو باید پیدا کرد. همینطور که در مورد حکومت ما تا حدود میشناسیم، باید در مورد اپوزیسیون هم بشناسیم. یعنی اگر ما در مورد حکومت به صراحت میتونیم بگیم که آقا جمهوری اسلامی ایران حمایت خودش رو در بخش قابل توجهی از مردم از دست داده به دلیل 1, 2, 3, 4، بعد مثلا میگیم 1 سرکوب، 2 جنایت هایی رو که مثلا در زندان ها مرتکب شدن، 3 مثلا وعده هایی رو که دادن بهش وفا نکردن، 4 عدم مدیریت و توانایی به اصطلاح اداره کشور، 5 سیاست های نادرست مثلا خارجی و غیره. اگر ما در مورد حکومت توانایی این رو داریم یا حداقل میتونیم به اصطلاح اینها رو بشماریم و به اون دلیل بگیم که حکومت نیروهاش رو از دست داده، باید قادر باشیم که در مورد خودمون همون کار رو بکنیم و بگیم که اپوزیسیون چرا این نیروها رو از دست داده و چگونه میشه که به اصطلاح 1 این روند فرسایشی از دست دادن نیرو رو در رابطه با اپوزیسیون متوقف کرد اگر متوقف نشده و چگونه میشه به اصطلاح بازسازی کرد و اعتماد جلب کرد و نیروهای جدیدی که چه نیروهای سابق خود ما که متعلق به ما بودن و چه نیروهای جدیدی که از حکومت جدا میشن رو جلب بکنیم دوباره و تبدیل بکنیم به یک نیروی به اصطلاح تقابل اجتماعی. دوباره آیا ما امکان این رو داریم که مثلا اگر در تهران بگیم آقا مردم بیاین تو خیابون‌ها، مثلا 10,000 نفر آدم در تهران بیاد تو خیابون، 100,000 نفر آدم بیاد در خیابون یا نه؟ الان ببینین مثلا برای 25 همین ماه شورای به اصطلاح سبز امید یک اطلاعیه داده و از مردم خواسته که در 25 خرداد ماه بین ساعت 7 تا 9 شب در خیابون‌ها، در پارک‌ها به اصطلاح بیان به شکل اعتراضی حضور به هم برسونن. خب این یه آزمایشه، یعنی این آزمایش برای شورای سبز امید به نظرم یه آزمایشه که اینها باید بفهمن اگر مردم آمدند نشون میده که شورای سبز امید با همون خواسته ها و مطالباتی که در اون اطلاعیه مطرح کرده مقبولیت اجتماعی داره. و اینجوری هم نیستش که ما بگیم آقا سرکوب میکنن. تهران یک شهر بسیار بسیار بزرگ هست، 12 میلیون آدم در اونجا زندگی میکنه، در سر کشور ما 70 میلیون آدم زندگی میکنن، 10 پارک و به اصطلاح مکان جمع شدن وجود داره و ما باید این حرکت ها رو بتونیم به اصطلاح ببینیم جاهای حضور دارن. ببینین در آرژانتین سرکوب میکردن ولی مادرها هر هفته در این میدان به اصطلاح 5 مای شرکت میکردن، درست؟ و بالاخره این جمعیت چند نفره، چند ده نفره، چند صد نفره، چند هزار نفره تبدیل شد به یک جنبش بزرگ اجتماعی و حکومت نظامیانی رو که شاید به مراتب بدتر از جمهوری اسلامی در شرایط حاضر، نه در دهه مثل شرایط دهه 60 ولی در شرایط حاضر از اینا بدتر سرکوب میکردن. الان جمهوری اسلامی ایران اصلا مدل سرکوبش قابل مقایسه نه با دهه 60 خودشه، نه با این وسیله دیکتاتوری های مثلا پینوشه و نمیدونم جنرال های آرژانتین و غیره هست. الان شما میبینید که حتی مثلا دوستانی که در زندان های جمهوری اسلامی ایران هستن مرتب مرخصی میان، گزارش مینویسن، مصاحبه میکنن، تلفن میزنن، کتاب چاپ میکنن. یعنی اینم یک واقعیته. یعنی ما اگر میخوایم به اصطلاح شرایط رو در ایران بررسی دقیق بکنیم، باید ببینیم آقا دقیقاً وقتی میگیم سرکوب در جمهوری اسلامی ایران، این سرکوب به اصطلاح اشکالش چجوریه و چطور عمل میکنه. به هر حال منظورم این هستش که ما اگر به اصطلاح این مشخصه ها رو برای حکومت و برای اپوزیسیون تونستیم یکی یکی ردیف بکنیم، تازه اونجای نشستیم که حالا برای سازماندهی چه کار کنیم. این کسب اعتماد از کجا شروع میشه؟ چه چیزهایی رو مردم بهش تعلق خاطر دارن یا دغدغه ذهن اونها هست که اگر شما از اونها تخطی بکنی اعتماد رو از دست میدی؟ ببینید در تاریخ کشور ما
حزب توده یک نمونه بسیار خوب تاریخی هست، به خاطر اینکه حزب توده یکی از اولین احزاب سیاسی در ایران هست. حزبی است که اگر شما دقت بکنین بزرگترین حزب سیاسی نه تنها در ایران که در خاورمیانه بوده در یک دوره، حزبی است که در یک دوره بیشترین تعداد روشنفکران و شخصیت‌های مؤثر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فرهیخته رو در جامعه ما تونسته جلب بکنه. توی دوره بعد سالای 20 در یک دوره از نیمایوشیش گرفته تا اخوان ثالث تا نمیدونم ده خدا تا جلال آل احمد، تمام اساتید دانشگاه های درجه یک دانشگاه های تهران، شما ببینید مثلا خود آقای نورالدین کیانوری مثلا، خب ایشون اولین استاد معماری دانشگاه تهرانه، درست؟ نه. دکتر حسین جودت همینجور، نمیدونید اینا افراد سرشناس و فرهیخته کشور ما بودن، در یک حزب در یک دوره اینا جمع شدن. حزب توده چرا اعتماد رو از دست داده؟ اعتمادی رو که تونسته ابتدا به اتکا به مثلا شخصیت‌های ملی مثل سلیمان اسکندری به دست بیاره و بعدن این اعتماد رو از دست داده. بعد بعضی ها گفتن خائنه، نمیدونم مزدور بیگانه هست، جاسوسه و غیره، به خاطر بعضی از اشتباهات سیاسی که کرده. حالا بعضی ها میگن اشتباه، بعضی ها میگن خیانت به عمد، هر چی شما اسمش رو میخوان بذارین. به هر حال اون چرا که مثلا حزب توده ایران در رابطه با اتحاد شوروی و سیاست به اصطلاح اتحاد شوروی داشته، اون یک ضربه بسیار بزرگ بی‌اعتمادی زده به حزب توده ایران. یا زمانی که به اصطلاح کشور ما با جنبش ملی شدن به اصطلاح نفت، جنبش ملی سراسری حرکت می‌کرده، حزب توده با به اصطلاح عدم همراهی و حمایت از این جنبش بزرگ اجتماعی فاصله رو ایجاد کرده که متهم شده به اصطلاح به چی؟ به سنگ اندازی در یک به اصطلاح جنبش بزرگ اجتماعی. و چند حرکت اینطوری باعث شده که یکی از بزرگترین احزاب سیاسی در ایران هیچ وقت نتونسته به اصطلاح دوباره اون موقعیت خودش رو بازسازی بکنه. این نمونه را اگه شما بخواید به اصطلاح بعد از 30 سال نگاه بکنین، میبینین سازمان مجاهدین خلقه. سازمان مجاهدین خلق تمام اون اعتبار و حیثیتی رو که در جامعه ایران در بین به اصطلاح اخشار تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، بازاری، روحانیت و همه اینها به اصطلاح داشت، با یک حرکت اشتباه یعنی قیامش بر علیه حکومت بر علیهش تموم نشد اصلا. قیامش بر علیه حکومت حتی باعث این شد که شخصیتی مثل آقای بنی‌صدر که رئیس جمهور مملکت بود 11 میدونم رأی داشت، اون رو هم همراه خودش کرد. خیلی های دیگه هم رفتن اونجا مثلا در شورای ملی مقاومت نشستن، مثلا جناب مثلا آقای طاهر احمدزاده، یه شخصیت بسیار بسیار محترم. بسیاری دیگه از شخصیت‌های سیاسی کشور ما رفتن در شورای ملی مقاومت به خاطر قیام اونها بر علیه حکومت اسلامی نشستن. ولی زمانی که سازمان مجاهدین خلق رفت در به اصطلاح عراق سکنا گرفت و به یک جریان به اصطلاح وابسته به کشورهای بیگانه تبدیل شد و در جنگ بر علیه سرباز ایرانی اسلحه دست گرفت و در سرکوب مردم کردستان به اصطلاح عراق و ایران در خدمت به اصطلاح نیروهای امنیتی صدام قرار گرفت، نه تنها به اصطلاح پایه اجتماعی خارج از خودش رو از دست داد، پایه‌های خودش رو هم از دست داد. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که بعضی چیزا هستن که اینا حساسیت دارن مردم کشور ما نسبت به اونها، و اینجاها شما اگر یه ذره اشتباه بکنین اعتمادتون رو از دست دادین و اعتبارتون رو از دست دادین و مخالفین شما هم از اونها به خوبی استفاده میکنن بر علیه شما. به نظرم اینا مسائل حساسی هستن. الان یکی از دلایلی که اپوزیسیون ما متاسفانه نمیتونه پا بگیره همین مسئله شیفتگی وابسته، یعنی شیفتگی به سیاست‌های غربی هست، شیفتگی به سیاست‌هایی که حتی در کشورهای خودشون این سیاست‌ها مقبولیت اجتماعی ندارن. مثلا شما نگاه بکنین در یک دوره‌ای که آقای بوش در امریکا اصلا محبوبیت اجتماعی نداشت و اوباما اتفاقا
پیروزیش مدیون همون سیاست غیر مقبول بوش بود، نه اینکه خود شخصیتی نبود که اوباما، که نه، اوباما یه آدم بی‌شناسنامه ایست که اگر بوش اینجا سر کار نبود و 8 سال اون سیاست‌های مخرب رو به کار نبرده بود، اوباما محال بود از صندوق رأی آمریکا در بیاد به دلایل متعدد. اوباما روی به اصطلاح اشتباهات بوش خوب بازی کرد و اون سیاست به اصطلاح نامقبول او رو گرفت و از اون امتیاز برای خودش جلب کرد و آمد بالا. حالا شما تصور بکنید در زمانی که اون سیاست در این کشور به یک سیاست کاملا ورشکسته تبدیل شده بوده، بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران از اون سیاست در صحنه جهانی حمایت میکردن و اون سیاست رو به اصطلاح تجویزش میکردن در رابطه با کشور خودشون. این به نظرم یکی از اون مشکلات اساسی هست که اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران متوجه نیست که داره همون اشتباه احمقانه ای رو میکنه که رهبری سازمان مجاهدین در دوران به اصطلاح رفتن به عراق مرتکب شد و حزب توده ایران در دورانی که به اصطلاح اتحاد شوروی رو به اصطلاح میگفت امتیاز نفس شما رو بدین به اتحاد شوروی مرتکب شده بود. درست؟ یعنی منظورم این است که اینجاها هستش که شما میتونین اعتمادهای اولیه رو ایجاد بکنین، بعد در پس اون اعتمادها میشه تشکل آفرید. یعنی به قول معروف میگن شما اول کت خدا رو ببین بعد ده رو بچاپ. شما اول باید دل مردم رو اعتمادشون رو کسب بکنین، بعد بگین آقا در تظاهراتی که من در فلان روز میذارم بیا شرکت بکن، که اون وقت اون بابا بگه که خیلی خوب میرم شرکت میکنم، حالا اگرم دستگیر شدم بالاخره برای یه کار خوب برای مملکتم دستگیر شدم. فکر نکنه که وقتی که دستگیر شد در دادگاه جمهوری اسلامی میان میذارن جلوش میگن آقا شما در این حرکت شرکت کردی، این حرکت رو مثلا آقای فلانی در فلان اتاق فکر امریکایی سازماندهی کرده بوده و اون فرد نمیتونه دفاع بکنه اونجا از خودش. خب یعنی به نظرم این هست اصل اساس اینه که ما باید سیاستهای رو پیش ببریم که این سیاستها مستقل باشن، مستقل به تصمیم و اراده اپوزیسیون ایرانی باشه، نه حاشیه و زائده به اصطلاح پروژه های خارجی، و این سیاست ها به ما قدرت و توانایی این رو میده که ما با سربلندی از اونها دفاع بکنیم در هر محکمه، در مقابل هر کسی، و مردم ما هم از اونها استقبال خواهند کرد، چنانچه در تاریخ همه کشورها نشون داده شده که هر وقت شما سیاست مستقل ملی رو پیش ببرین این سیاست محبوبیت پیدا میکنه. یعنی سیاست مستقل و ملی هم به معنای به اصطلاح ضدیت نیست. الان متاسفانه در کشور ما، نه در کشور ما، بخشی از روشنفکران جامعه ما، سیاسیون جامعه ما، شما تا کلمه استقلال رو به کار میبری اینا استقلال رو مترادف میکنن با ضد امپریالیسم، ضد امپریالیست رو میذارن بغل استالین، استالین رو از قبر در میارن میکنن برادرزاده شما، در حالی که شما میبینین آقا مثلا در هیچ جای دیگه دنیا در این امریکایش کسی حرفا رو مزخرفات رو نمیزنه. یعنی بعضی از دوستان ما در اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران تصور میکنن که شما از استقلال نباید حرف بزنی، خیلی هم که دیگه به قول خودشون روی منبر میرن و میخوان حرفای گنده گنده بزنن، میگن ما به اصطلاح دموکراسی رو بر استقلال ترجیح میدیم، استبداد رو نمیدونم در مقابل استقلال نمیدونم ترجیح میدیم فلان میدیم. نه، همچین چیزی نیست. ما طرفدار یک کشور مستقل، آباد، آزاد، دموکراتیک هستیم که به اراده ایرانی باید ساخته بشه و با تمام جهان به استراد کنونی هم وارد معامله و مذاکره میشه اون کشور و هیچ به استراد عقد اخوتی هم با هیچ جای دیگه دنیا نبسته، چنانچه تمام کشورهای دموکراتیک چنین کار رو میکنن. یعنی شما اگه نگاه بکنین بگین آقا دموکراسی، اگر شما بگین آقا مثلا فرانسه کشور دموکراتیکی هست، شما قبول دارین دموکراتیکی یا نه؟ بله. آلمان کشور دموکراتیکی هست، امریکا هم کشور دموکراتیکی هست که با همین به اصطلاح تعاریفی که ما برای دموکراسی امروز در دنیا داریم، این کشورها دموکراتیکن، ولی اینها هیچ عقد به اصطلاح اخوت به اصطلاح قرارداد عجیب غریبی با هم دیگه نبستن. اینا موقعی که جنگ عراق پیش میاد و
و فرانسوی ها احساس میکنن که امریکا داره به اصطلاح اونجا سیاست نادرست رو پیش میبره یا آلمانی ها، ضوابط چون چنان تیره میشه که آقای رامسفلد به اصطلاح میگه آقا اینا اروپای قدیمی هن، اینا اروپای به اصطلاح فلان هن، ما باید بریم به اروپای جدید به اصطلاح رابطه برقرار کنیم. میره سراغ رومانی. بعد تو آمریکا نمیدونم مردم اسم فرنچ فرایز عوض میکنن که فرنچ مثلا نداشته باشه. بنابراین ضوابط مسالمت‌آمیز و دوستانه با جهان به معنای به اصطلاح پیروی همه جانبه و تسلیم نیست در سیاست خارجی. و اپوزیسیون ایرانی اگر یک چنین تصویر رو به اصطلاح از خودش ارائه بده به مردم ایران، اون وقت جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی ایران غلط میکنن که بگن که این اپوزیسیون وابسته هست، این اپوزیسیون شخصیت نداره، این اپوزیسیون زائده به اصطلاح تصمیم گیری های اسرائیل و آمریکا و نمیدونم فلان و فلان هست. بنابراین من به نظرم میرسه که ما باید یک واقعا یک بازبینی جدی بکنیم که چگونه شد که ما به اینجا رسیدیم، چگونه میشه که به اصطلاح از اینجا قدم های بعدی رو برداریم برای بازسازی یک چهره ملی، چنانچه چهره های ملی همیشه در کشور ما مورد استقبال بودن. دکتر محمد مصدق بهترین نمونه هست از این بابت و دلیل به اصطلاح این موندگاری شدن ایشون در تاریخ ایران به عنوان یک رهبر ملی همون رفتار به اصطلاح ملی ایشون بوده که مدل خیلی خوبی هست از مقابله به اصطلاح با قدرت های جهانی. زمانی که دکتر محمد مصدق با انگلیسی ها در افتاد، حالا شاید بعضی از دوستان ما حالا تازه مفهوم دموکراسی رو فهمیدن، ولی انگلیس 200 سال بود دموکراسی داشت، ولی دکتر محمد مصدق با دموکراسی انگلیس اتفاقا در افتاد. یاد در الجزایر فرانسوی های دموکرات آدم ها رو میکشتن، یا در ویتنام امریکایی های دموکرات آدم ها رو میکشتن. پس بنابراین ما نباید این مفاهیم مثلا دموکراسی و اینها رو فرو بکاهیم به اصطلاح به یک چیزای نادرست. دموکراسی یک نوع ساختار سیاسی هست در درون این کشور برای به اصطلاح مشارکت مردم، برای تصمیم گیری ها، برای مدیریت سیاسی و هیچ ربطی به مناسبات خارجیش نداره. نه. ایالات متحده هم در زمان آقای بوش دموکرات، هم در زمان آقای اوباما، هم کارتر، ولی شما میبینید که به اصطلاح سیاست خارجی این کشور در این سه دوره کاملا متفاوت بوده. بعد شما نمیتونین به عنوان این که ما اگر قرار باشه انتخاب بکنیم بین جمهوری اسلامی و دموکراسی، دموکراسی رو انتخاب میکنیم، دموکراسی هم یعنی سیاست خارجی اسرائیل یا آمریکا یا غرب. این غلطه. مردم ما میفهمن به اصطلاح که این حرف منطق پشتش نداره، این حرف یا از استیصال آمده یا از درماندگی آمده یا از دریافت‌های نادرست، یا هم به شکل بدش اگر بخوایم نگاه بکنیم وابستگی و خودباختگی. به نظرم بسیار ممنونم. بذار من وارد یه سوال جدی‌تر بشم. یعنی اینکه خب شما گفتی درسته، یعنی خب یه بحثای اصولیه، یعنی چارچوبه، حالا ما تو این چارچوب و تو این فریم، تو این قاب باید حرکت بکنیم. ما اون چارچوب رو میپذیریم. مثلا فرض کنیم که نگاه میکنیم میبینیم که یه بحثی امروز مطرحه به عنوان انتخابات آزاد. این به قول صمد گفتش که این مثل آدامسه، هرچی میجویی هیچی تو شکمت نمیره. و مثلا بحث انتخابات آزاد وقتی که بیان میشود، خب این اونه که بسته که اون اعتمادی رو که دنبالش میگردی همینجاست دیگه. بعد یه چیزی رو بگی که مردم بپذیرن، بخرن. اونجایی که راجع به خرید صحبت کردی که جنس رو باید معرفی کنی که مردم طالبش بشن و بیان و تو صف وایسن تا این جنس رو بگیرن و بخرن و ببرن. مثلا نگاه میکنیم میبینی که مثلا آقای علمداری یا مثلا آقای شریعت مداری یا مثلا غیره یا حتی شاهزاده رضای پهلوی یا تو راه میفتن همه با هم دیگه که انتخابات آزاد، پیش به سوی انتخابات آزاد. بعد وقتی ازش میپرسی که آقا انتخابات آزاد چه شرایطی داره، آقای علمداری میگه که خب بله، این که با نظام جمهوری اسلامی نمیشه. این انتخابات آزاد اون موقعی است که شورای نگهبان نباشد، احزاب وجود داشته باشن، روزنامه و مدیا فعال باشن، تجمعات آزاد باشه. خب اگر یه چنین شرایطی وجود داشته باشد که احزابی باشند، سازمان ها باشند، تجمعات آزاد باشد، سندیکا ها وجود داشته باشند، روزنامه و رسانه باشد، حق آزادی بیان باشد، ما بریم دیگه چی رو انتخاب کنیم؟ بگیم اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم برگردیم به دوران طلایی امام،
خب این یه حرف ویگ دیگه، یه حرف رو حواس. پس بنابراین دور این هیچ وقت به نظر من کسی جمع نخواهد شد، چون تعریف مشخص ندارن. اگر یه چنین شرایطی رو که شما میگویید که پیش باید پیش از انتخابات آزاد باشد، خب اگر یه چنین شرایطی وجود داشته باشد، ما دیگه بریم چی رو انتخاب کنیم؟ بریم دنبال چی بگردیم؟ حرفای ویگ زدن، حرف رو هوا زدن، حرفای چند پهلو زدن، همون حکایت آدامسو داره که هرچی میجویی چی تو شکمت نمیره. من فکر میکنم که مشکل اصلی اینجاها گیر کرده، یعنی که یه مرتبه یه کسی، و برای منم خیلی نکته جالبه و من مدت ها سرم راجعش فکر میکنم که اینا از یه جا میاد، یه منبع داره، از یه جایی، یه سوراخیه، یه نوری میاد اونجا بیرون، یا یه آبی از اونجا میاد بیرون، همه کاسه شونو میبرن اونجا، از اونجا میخوام وردارن، همه با هم یه مرتبه یه حرف رو میزنن و معلوم نیست، و این در حقیقت گمراهی ایجاد میکنه، یعنی چیزی نداره. به نظر من بایستی که این آدم ها جمع شن و شروع کنن راهکار نشان دادن، یعنی راهکار عملی نشان دادن به مردم، وگرنه این که بریم انتخابات آزاد بکنیم، برای چی بریم انتخابات آزاد؟ اگه چنین شرایطی وجود داره دیگه چی بریم انتخاب کنیم؟ بگیم اینا رو نمیخوایم، میخوایم برگردیم به دوران طلایی ما؟ حرف بی خودی، یعنی گیج کردن مردم. به نظر من یکی از کارهایی که انجام شده و نظام فاسد در این داستان دست بالا رو داشته اینه که یه چیزایی رو پرت میکنه و اینا هم در خارج کشور میدونن. مثلا همین نامه آقای سروش، این آقای سروش اصلا این نامه‌ای که نوشته معلوم نیست به کی نوشته، برای چی نوشته، همجوری نوشته که آی سکولارا شما میخواید بیان آدم ها رو بخوری. برای چی فهم میکنید سکولار میخواید بیان آدم بخوره؟ کجای دنیا سکولار رو آدم خوردن؟ بلکه اونایی که طرفدار ایدئولوژی هستن، اونا ایدئولوژیشون رو در حقیقت راه سعادت میدونن، مثل آقای سروش که دین رو راه سعادت مردم میدونه، اونه که قابلیت آدم خوری داره. آدمی که پایبند به این نباشد چرا آدم خور باشه؟ اینا به نظر من نکات اصلیه و گیر کردنه و آدرس عوضی دادنه و بایستی اینا از این قالب بیان بیرون، تبدیلشن به یه شکل دیگری. من نمیدونم، اگر اشتباه میکنم منو راهنمایی کن لطفا. من 100% با صحبت شما موافقم آقای بهبهانی. ببینین این بحث انتخابات آزاد به نظر من یه بحث قلابیه، یعنی به این دلیل میگم قلابیه که این دوستان یک حرف رو میزنن که خب کسی با اون مخالف نیست اصلا. هیچ کس حتی در جمهوری اسلامی هم آقایون نمیگن ما مخالف انتخابات آزادیم، درست؟ آقای خامنه‌ای هم نمیگه من مخالف انتخابات آزادم، ایشون هم میگه انتخابات ما آزاد هست. اتفاقا صحبتی که حالا این آقایون میکنن، میگن انتخابات آزاد شرایطی است که مثلا به قول شما حالا بعضی میگن امینم احزاب باید آزاد باشن، اجتماعات آزاد باشه، فلان 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 باشه، تو خب دیگه خب یعنی چی؟ به قول شما ما که دیگه نمیخوام بریم اونجا انتخاب بکنیم بگیم اینا چیزای بدی هستن. بنابراین این یکی از اون حرفایی است که شما در این حال که باهاش مخالفت نمیتونین بکنین، با کل اصطلاح انتخابات آزاد در همه زمانها و مکانها یک جمله درستی هست. مثل اینه که شما مثلا در این که بگین آقا مثلا دروغ نگوید یا نمیدونم آدم نکشید، عدالت چیز خوبیست، خب اینا همه حرفایی هن که در هر زمان و مکانی که شما بزنین به نظر خوب میاد و کسی هم با اینا مخالفت نمیکنه. ابدا. ولی مهم این است که آقا این پروژه چیه؟ این پروژه انتخابات آزاد که یک دفعه آقایون دنبالش افتادن، این پروژه چیه؟ چون انتخابات آزاد، بعضی از این آقایون وقتی شما صحبت میکنی میگن آقا انتخابات آزاد الان یک موردی است که همه اتفاق نظر دارن، حتی دوستان اصلاح طلب از داخل ایران و از داخل زندان ها هم با اون اتفاق نظر دارن. آره، مثل همین دزدی نکنیده، همه اتفاق نظر. اول از همه که این دروغ هست، یعنی دوستان اصلاح طلب با این نوع از انتخابات آزادی که این دوستان در خارج از کشور میگن اصلا اتفاق نظر ندارن. یعنی دوستانی که اصلاح طلبن در داخل کشورن، حتی کسایی از اونها که در داخل زندانها هستن، اینها اصلا به چیز تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران چیز ندارن، اعتقاد ندارن واقعا. نه. و
و کسانی که اینجا انتخابات آزاد رو میگن تغییر نظام جمهوری اسلامی رو میگن، یعنی ادعاشون حداقل اینه که میگن آقا ما میخوایم با انتخابات آزاد بساط حکومت رو جمع بکنیم. یعنی آقای شاهزاده رضا پهلوی که الان راه افتاده به اصطلاح این ور اون ور میره و میخواد شورای جدید معرفی بکنه، حرف از انتخابات آزاد میکنه، ایشون یعنی میگه آقا ما میخوام انتخابات آزاد که ایشون وعدش داره میده، اگه شما دقت کنین رفراندومه، انتخابات اصلا نیست، رفراندوم برای تعیین نظام جدید در جمهوری اسلامی ایران هست. و به خاطر همین هم وقتی بهش میگن که آقا شما میخوای مثلا پادشاهی اونجا بشه، میگه این به انتخاب مردم مربوطه. یعنی ایشون میخواد به اصطلاح پروژه از نظر ایشون اینه که آقا نظام جمهوری اسلامی ایران متلاشی بشه، یک رفراندوم انجام بشه، در اون رفراندوم ابتدا مردم تصمیم بگیرن که نظام بعدی رو میخوان جمهوری باشه یا پادشاهی باشه. دقیقا. و اگر پادشاهی باشه خب ایشون اوردی پادشاه هستن دیگه، چون از شکم ملکه به دنیا آمدن و از تخم و ترکه پادشاهان هستن در ایران. خب این به هر حال یه حرف مسخره ایست هستن. یعنی بنابراین اون دوستانی که در ایران هستن اونا آقا میگن آقا انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که در اون کاندیدای ما مثلا آقای موسوی و آقای کروبی حق شرکت داشته باشن، بعد اینها بتونن از صندوق‌های رأی در بیان اگر به صورت مردم به اونا رأی ندادن، حتی اگر رأی هم ندادن ما اینا در نهایت ما میگیم انتخابات تقلب شده. خب یعنی این رو من میخوام بگم که اونجا هم حرف هست، یعنی اونها هم تا زمانی که از صندوق جمهوری اسلامی ایران آقای خاتمی در میمدن با 22 میلیون رأی یا آقای هاشمی در میمدن یا در انتخابات مجلس زمانی که دوستان اصلاح طلب اکثریت کرسی های مجلس رو در اختیار داشتن، اونا معتقد بودن که در ایران انتخابات آزاد هست. از اون لحظه که این دوستان حذف شدن انتخابات آزاد نبوده، یعنی انتخابات آزاد هم از نظر بسیار از دوستان اصلاح طلب ما در ایران معیار آزادی شرکت یا عدم شرکت اونها بوده در انتخابات. آره انتخاب شدن. بنابراین اینا این که ما میگیم انتخابات آزاد همه توافق دارن، به نظرم این یک حقه بازی هست. این به قول شما مردم رو به اصطلاح توی کور راه انداختن هست. و به جای اینکه ما یک پروژه تحول سیاسی رو به اصطلاح تدوین بکنیم، به یک شعار بسنده کردیم. انتخابات آزاد اصلا یک چیزی است که در هر کشوری که به دموکراسی برسه انتخابات نسبتا آزاد انجام میدن. پس بنابراین برای ما هدف دموکراسی هست، نه انتخابات آزاد. انتخابات آزاد نتیجه حکومت‌های دموکراتیکه. یعنی شما در همه کشورهای دنیا که دموکراتیک هستن اگه نگاه بکنید انتخابات انجام میشه. حتی در ایران هم انتخابات انجام میشه. حالا انتخابات با به اصطلاح محدودیت‌های خودش. در عراق هم انتخابات انجام میشه با محدودیت‌های خودش، در افغانستان هم انتخابات انجام شده با محدودیت‌های خودش. بعضی از همین دوستان ما حتی انتخابات عراق و افغانستان اینا رو به عنوان انتخابات‌های خیلی دموکراتیک روش دست می‌ذارن، همین کسانی که الان شعار این نوع انتخابات آزاد رو میدن، در حالی که به نظر من اصلا اونجا انتخابات به اون معنا آزاد نبوده. یعنی به همون ترتیبی که در جمهوری اسلامی دستکاری میشه در اون کشورها هم دستکاری میشه، ولی خب چون اونها الان در مدار به اصطلاح دوستی با آمریکا هستن سر و صداش رو ما نمیشنویم و روش به اصطلاح تبلیغاتی انجام نمیشه. خب بنابراین به نظرم این پروژه رو اگر ما بخوایم این پروژه رو به قول شما ببینیم یه دفعه همه به اصطلاح این بحث رو از کجا آوردن، به نظرم این یه پروژه ایست که کسانی که این نظر صریح من هست و امیدوارم که بعضی از این دوستان که متوجه نیستن ولی دنبال این شعار افتادن ناراحت نشن از این به اصطلاح قضاوت که من میکنم، ولی تا اونجایی که من میدونم بسیار از کسانی که این شعار رو به اصطلاح بهش رسیدن به نظرم از اینجا رسیدن، چون شعار سرنگونی از راه دور توسط توپ و تانک اینا به اصطلاح خیلی شعار مقبولی نیست و بار به اصطلاح منفیش خیلی خیلی زیاد هست. این دوستان به اصطلاح یه پکیج میخوان درست بکنن. این پکیج در واقع چیه؟ تحت انتخابات آزاد ما
ما بیایم به اصطلاح بزرگترین ائتلاف اپوزیسیون رو در خارج از کشور به وجود بیاریم. چرا؟ چون تحت هیچ پکیج دیگه‌ای خیلی ها تن نمیدن. خب حالا ببینم آقای فانی ببینم. حالا اگر این بزرگان، من که هیچ، ولی این بزرگان اگر فرض کنید که بیان اعلام کنن که آقا ما تصمیم داریم که مثلا روزایی چه میدونم اول هر ماه، روز مثلا اول هر ماه بریم در مقابل مثلا فرض کنید که سفارت جمهوری اسلامی، نه نمیدونم امارت کنگره، نه نمیدونم اون اداره کارگزینی، نه دنبال اداره کارگزینی. چون من یه وقتی تو واشنگتن که بودم این بس بود دیگه، میرفتن جلوی امارت کنگره و یا میرفتن جلوی کاخ سفید و اون گفتم خب شما بری به اینا میگی چی؟ میگه اینو وردا منه بذار سر جاش، انگار که اداره کارگزینیه. میریم میگیم اچ آر، میگیم آقا شما این خوب نیست، یکی رو بذار جایی. خب فردا یک دیگه میره میگه اینو وردا منه بذار. خب این که کارش این نیستش که. ما دعوامون کاملا معلومه با یه نظام که این نظام جور و ستم و هر چی که اسمش هست، با این نظام. اینم یه آدرس داره، اونم دفترش اونجا تو ویسکانسین، میتونی بری اونجا. و الان خوشبختانه اتفاق افتاده دیگه، دیگه در واشنگتن نمیرن جلو، میرن هر کاری میخوام کنن جلوی اون دفتر حفاظت انجام میدن. خب اگر این بزرگان تصمیم میگیرن که مثلا هر کدومشون که تو هر کشوری که هستن تصمیم میگیرن آقا یه روز از ماه رو من میرم مثلا جلوی سفارت میستم، هیچ کاری هم نمیکنم، فقط میرم اونجا میستم، خب این یه کاریه که عده‌ای دورش جمع میشن، عده‌ای میاین دنبالی و اون در حقیقت شما یه جوری اینو آزار میدی، یعنی اون کارمند سفارت رو آزار میده، این کار مزاحمش میشه، اون میره پشت پنجره نگاه میکنه میره اینا هنو وایسادن، میره میاد دوباره نگاه میکنه اینا وایسادن، خب این آزارش میده، اعصابش رو خرد میکنه. خب این یه کار ساده است، نه توپی میخواد، نه تفنگی میخواد، نه هزینه بلیت سفر داره، نه فلان داره. خب این مثلا یه کارهای اینطوری که عملیه شدنیه هیچ به دنبالش نمیرن. چرا به دنبالش نمیرن؟ کار آسونی هم هست، کار شدنی هم هست، هیچ خرجی هم نداره، نه میخواد بلیت سفر بخری، نه نمیدونم فردا یکی بگه پولت بلیت تو کی داد، فلان سازمان داد، یه بهمان سازمان داد، نمیدونم چرا این کار رو نمیکنه. چرا از این طرحهای ساده خیلی معمولی، طرحهایی که دوره کنفدراسیون انجام میشد، چرا این کار رو نمیکنه؟ این رو امیدوارم که خود این دوستان جواب بدن که چرا نمیکنن. ولی به نظر من علت این که اینجور کارا به اصطلاح انجام نمیشه، چون این کارا به اصطلاح کارهایی است که به قول معروف تیپ گراس رود موومنت هست و جنبش‌های به اصطلاح خود به خودی هست که اینها دستشون به جای دیگه بند نیست، دنبال این نیستن که چهره به اصطلاح سیاسی معینی رو از خودشون بسازن. از درون اینجور به اصطلاح حرکت‌ها نمیشه به اصطلاح ویترین سازی کرد. شما اگر نگاه بکنین، یکی از مشکلاتی که الان اپوزیسیون ما داره که بارها هم صحبت کردیم همین مدل ویترین سازی هست، نوچه پروری هست. بعضی ها در این پروژه ها به اصطلاح شما میبینین مثل این قوانینی که دیدین بعضی وقتا میره توی سنای آمریکا، مثلا طرف یه قانون رو مینویسه در رابطه مثلا با چیز مالیاتی، اصل مالیاتی، که شما میبینین این میره تو کنگره ساعتها روش بحث میشه، تصویب که میشه، این مثلا 5-6 نفر آدمن که از این قانون میتونن استفاده بکنن و این همون کسایی که این قانون رو نوشتن. دقیقا. حالا در اپوزیسیون ما هم بعضی از این دوستانی که بسیار این نوع جلسه ها رو برگزار میکنن و ویترین درست میکنن و اینا، شما میبینین که بسیار این تمامش هدفگیری شده برای که این آقا بیاد اون جلو خودش رو نشون بده. و این آقایی که در ظرف 30 سال گذشته 40 سال گذشته به اصطلاح هیچ کسی اینو ندیده بوده، حالا مثلا در یه کنفرانسی تحت نام نمیدونم کنفرانس چیهک و چیهک و چیهک، ایشون هم بیاد مثلا سر یه میزی بشینه با 4 تا چهره‌ای که بیشتر قبلا دیده شده بودن و ایشون به اصطلاحات سری توی سرها در بیاره. بعد میبینیم که این اتفاقا داره میفته، هر روز داره میفته. یعنی افرادی هستن که ماها و ماها میرن سر صدا بسه اینور اونور با این وزارتخونه با اون بسه مؤسسه، سعی میکنن پول میگیرن، امکانات میگیرن، یه جلسه میذارن، خودشون رو نشون میدن و بعدم پفش میخوابه تموم میشه. یعنی از اون جلسه هیچی در نمیاد. نه یعنی شما الان بگین ببینین کنفرانس گذاشتن به نام کنفرانس استکهلم، خب بعدش کنفرانس گذاشتن واشنگتن،
شما از این دو کنفرانس برای به استراد اپوزیسیون ایران چه در اومده هستن؟ چه بحثی مطرح شده که قبلا نشده بوده؟ و آیا این بحث رو نمیشد مثلا در یه اتاق پرتاکی بکنن یا در به استراد یه میدیای رسمی یه وبسایت این بحثا رو بکنن؟ مثلا آقای گنجبرشون طرحشه مثلا بذاره رو وبسایت، اون یکی هم بذاره روی وبسایت دیگه، به جای 15 نفر پشت در بسته چند ده هزار نفر بتونن اون را بخونن. حتما میشد این کارو کرد. پول توشی این خیلی هم کار، ولی اون کاری که شما میگین اون کار اگر بکنن اون وقت آقای ایکس آقای ایگرگ با اون آدمی که در کنار خیابون رد میشده میبینه آقا اینجا اعتراضی، اونم میره یه ساعت وای میسه اونجا، اون وقت هر دوتای اینا هم قد هم دیگه دیده میشن. بعضی از دوستان ما نوع کارهاشون این هستش که مدل رهبرسازی، این مدل رهبرسازی آلترناتیو سازی به معنای آلترناتیو قدرت و تیم حکومتی، نه اینکه آلترناتیو قدرت مقابل جمهوری اسلامی که سرنوشتش معلوم نیست، حکومت سرنگون میکنه با توجه به محبوبیتش، توانایی‌هاش، لیاقت‌هاش و همه اونها به اصطلاح چی؟ یه کسای انتخاب میشن. اینا یک به اصطلاح هدف‌هایی هستش که خیلی مدل مارکتینگ آمریکایی رو در پیش گرفته، یه بسته‌بندی به اصطلاح معینی رو انجام میده، توی یک بازارهای معین این رو ارائه میده، مشتری‌های خاص خودش رو هم سعی میکنه پیدا بکنه. و این مشتری‌ها اگر دقت بکنین بیشتر از این که جامعه ایرانیان در ایران باشه و نیروی اجتماعی تحول در داخل کشور باشه، به دنبال یه بسیار تعداد خاصی است در خارج از کشور. یعنی شما اگر یه خیلی از این میتینگ‌ها اگه دقت کنین الان پشت درهای بسته انجام میشن، یعنی نه شما میشنوی که تو میدیا کار میکنی، نه منی که فعال سیاسی هم که 40 سال تو این زمینه دارم کار میکنم، پیش کدوم از ماها نمیفهمیم. نه فقط بعدن میشنویم که مثلا در یک میتینگی در یک ملاقاتی چند نفر از این آقایون و خانم ها به اتفاق مثلا چند جنرال و نمیدونم وزیر و سفیر و فلان در فلان مؤسسه تحت عنوان چی در جنب فلان دانشگاه یک دیداری با هم دیگه داشتن. هیچ کس هم نفهمیده. خب این دیدار از این نوع معنیش چیه؟ ترجمه سیاسیش چه هست؟ ترجمه سیاسیش اینه که یک حرکت اجتماعی رو در ایران اینا سازماندهی کردن یا یه چیز دیگه است. به نظرم یعنی نوع نگاه، این نوع نگاه شما به تحول اجتماعی تعیین کننده هست در تمام تصمیم گیری های بعدیتون. اگر نوع نگاه شما به تحول اجتماعی متکی به توده های مردم باشه، متکی به بسیج به اصطلاح اجتماعی باشه، اون وقت شما مدل‌هایی رو انتخاب می‌کنین که در اون مدل‌ها بسیج اجتماعی تبلور پیدا می‌کنه، نه شخصیت‌ها. شخصیت‌ها کم کم از درون اونها پیدا میشن بعد درست میشن. ولی اگر مدل شما مدل این باشه که شما باید یه پکیجی درست بکنین که این پکیج بتونه به اصطلاح جای کنفرانس بغداد رو مثلا در زمان حمله به عراق مثلا پر بکنه، اون وقت یکی شاهزاده، یکیش گدازاده هست، یکیش نمیدونم فلانزاده هست، اینها باید با همدیگه جمع بشن این پکیج رو درست بکنن و بگن آقا ما همه رو داریم، نگاه کن همه درست شدن. حالا این همه درست شدن حول چه چیزی از همه راحت تر درست میشه؟ انتخابات آزاد، یک بحثی که از همه پاپولیستی تر هست. یعنی پاپولیستی ترین بحثی که به اصطلاح مطرح میشه انتخابات آزاد هست، که آقا نه هیچ کس میتونه بگه من مخالفشم، چون مخالفش نیستیم اصلا ما. نه و همه ماها فرض رو بر این گرفتیم که اگر با جمهوری اسلامی ایران مخالفیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام دموکراتیک نیست و اجازه انتخابات آزاد در اون نیست. بنابراین انتخابات آزاد طبیعی است که نتیجه نظام بعدی خواهد بود، نتیجه و حاصل به اصطلاح یا ابزار مشارکت مردم در نظام بعدی هست. ولی برای به اصطلاح این نظام شما الان میخواین چطوری این کار رو انجام؟ دقیقا این نظام رو چجوری؟ ببین یکی از مشکلات دوباره اینه، بذار من برات یه چیزی بخونم. میگه که سه‌شنبه 5 جون 2012 سید حسین موسویان برای معرفی کتاب جدیدش درباره پرونده هسته‌ای ایران به بنیاد کارنگی در واشنگتن رفته بود.
از وی در مورد کتابش دو سوال پرسیدم، خواستم که جوابهای روشن بده. متن کامل پرسش من این بود، دقت کن: امیر عباس فخرآور هستم، پژوهشگر و استاد مهمان. همین تکلیف من روشن میکنه دیگه. و از انستیتوی سیاست های جهانی، یعنی دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن. آقای موسویان، خیلی خوشحالم که شما را رو در رو میبینم تا این سوال ها را بپرسم. امیدوارم که پاسخ روشن و سریع بدهید و به قول ما ایرانی ها ما را نپیچانید. بیشتر از 5 سال را در زندان های جمهوری اسلامی به عنوان زندانی سیاسی شکنجه شدم. در همون سالهایی که شما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودی و سخنگوی تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی، نظامی که هنوز با افتخار از آن یاد و دفاع میکنی، آرم این نظام را روی جلد کتابت نشانده ای. سوال اولم این است که در سخنرانی و نوشتهایت تاکید کردی که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در سپتامبر سال 2006 هاشمی رفسنجانی نامه محرمانه خمینی را پس از 18 سال منتشر کرد که صراحتاً خمینی به نیاز کشور برای داشتن مقدار زیادی سلاح‌های اتمی و لیزری تأکید دارد. شما با هاشمی رفسنجانی خیلی نزدیک هستید و حتی مقدمه کتاب قبلیتان را هم هاشمی نوشته است. چطور می‌توانید نامه سری خمینی را انکار کنید با توجه به اینکه حرف خمینی فصل الخطاب همه امور در جمهوری اسلامی است و خمینی دستور تولید سلاح اتمی را در این نامه به سران نظام داده؟ این از بیان این مطلب پاسخ آقای موسوی هم نذاشته، فقط تمامش تاکید بر این که من استاد دانشگاه فلان هستم، استاد مهمان هستم. این یعنی چی؟ این یعنی من اینو به عنوان چی باید تعریف بکنم اینجا؟ من اینو باید چی جوری بفهمم؟ به نظر من همین وجود افرادی مثل ایشون در خارج از کشور و گردانندگی میزهای اپوزیسیون و غیره، این خودش نشون دهنده به اصطلاح این افتضاحی هستش که ما درگیرش هستیم. اگر اپوزیسیون ایران یک اپوزیسیون جدی به اصطلاح قوی بود، افرادی مثل ایشون نمیتونستن یک چنین به اصطلاح ادعاها و شیادیها و دروغهایی رو بگن و بعدم مدعی باشن که پروفسور و استاد و متخصص و کارشناس و زندانی سیاسی و 5 سال در زندانها بودن و غیره و ذالک. ببینین، از این نوع افراد زیادن، از این نوع افراد که یک شبه تبدیل شدن به رهبران جنبش دانشجویی در ایران، زمانی که هیچ کدوم از رهبران جنبش دانشجویی اینا رو تایید نکردن، یک شبه تبدیل شدن به زندانیان سیاسی طولانی مدت. کسی نمیدونه اینا در زندان ها چه کار میکردن، کجا بودن، چند وقت بودن اصلا. یعنی آدمایی که واقعا به نظرم تمام زندگیشون قابل بررسی هست. و اینکه چگونه اینا بسیار در همچین موقعیت هایی میشینن که یه دفعه مثلا آقای ریچارد پر بلند میشه میره ترکیه، ایشونو برمیداره میاره اینجا، بعد با جورج بوش ملاقات میکنه. کسی که نه در ایران یه نفر این رو نمیشناخته اصلا، این آدم رو. همین رهبران جنبش دانشجویی که خود ایشون مدعی است به اصطلاح من در جنبش دانشجویی بودم، همه اونها با صراحت بسیارشون گفتن ایشون اصلا حضور نداشته و در زمان به اصطلاح جنبش دانشجویی اعتراضات به اصطلاح سال 78 ایشون سرباز وظیفه بوده و اتفاقا اونجا میومده به اصطلاح به عنوان سرباز وظیفه نیروی انتظامی. بنابراین این نوع به اصطلاح وجود این نوع افراد و این نوع پروژه ها همون اعتماد و اعتباری رو که اپوزیسیون ایران داره رو سلب میکنه ازش. و متاسفانه بسیاری از دوستان ما که از سوابق بیشتری برخوردار هستن در اپوزیسیون، اینها هم هیچ تلاشی نمیکنن در یک جهت به اصطلاح به قول معروف بهداشتی کردن فضای سیاسی اپوزیسیون. هر کسی یک شبه میاد اینجا ادعاهایی رو میکنه که اصلا معلوم نیست چه هست. خب یکیش سردار مهد چیز میتونه باشه، آقای اسمش هم یادم رفت، مدهی، بله بله، یکی ایشون میتونه باشه، فردا یکی دیگه در میاد. یعنی شما اصلا نمیدونین به قول معروف که بازی چیه. زمان اپوزیسیون اپوزیسیونه که شخصیتاش همه شناسنامه داشته باشن. یعنی شما بدونین که آقا وقتی میگین که مثلا میگین آقای مسعود رجوی، شما میتونین آقای مسعود رجوی رو از 40 سال 45 سال پیش تا به امروز بگین آقا این آقا کی بوده، چه کار کرده، مسیر زندگیش چی بوده.
یه دفعه یه بچه نبودی که از زیر بوته به اصطلاح بپره بیرون و بگه منم هستم. دقیقاً. ما متاسفانه این به اصطلاح روش رو در پیش نمیگیریم و به همین دلیل هم هستش که خب شما میبینین این خودنمایی ها، این به اصطلاح نمایش های به اصطلاح شخصی، ویترین هایی که فقط یه نفر باید از توش دیده بشه، بقیه همه باید در سایش باشن، اینها با چندین هدف برگزار میشه. یکیش قدرت طلبی های شخصی هست، افراد دارن، افرادی که به هر حال بشر قدرت طلبی شخصی داره و اون هم یکی از انگیزه های اصلا پیشرفت اجتماعی زندگی بشری بوده. ولی خب این قدرت طلبی های شخصی وقتی در عرصه به اصطلاح سیاست وارد میشن با خودشون یه سری خطراتی رو دارن که ما باید متوجهش باشیم. دوم این هستش که آدمایی که اینجوری یه دفعه حاضر میشن باید شما یک مقدار مکس بکنید که آقا چطوری همچین آدمایی پیدا شدن، چه کسایی پشت اینا هستن، به چه دلیل پشت اینا هستن، چرا فلان آقا مثلا میره فلانی رو از فلانجا برمیداره میاره اینجا بهش این امکانات رو میده، یه چنین پکیجی رو درست میکنه، آیا خود او داره از این مسئله استفاده میکنه، چرا که نمیتونسته این کار رو با کسان دیگه بکنه. چون به هر حال ببینین ما در اروپا و امریکا هم یه سری آدمایی رو داریم در این وزارتخونه ها کار میکنن، پروژه های رو پیش میبرن، اینا به هر حال پول در میارن از این پروژه ها. اینا میخوان بدن آقا اپوزیسیون ایران دست ماست، اینم رهبرش، خودم رفتم این رهبرش رو برداشتم آوردم مثلا تو پاریس. خب هر کسی برای خودش داره یک سازی رو اینجا میزنه و شما باید متوجه باشین اپوزیسیون دموکرات ایرانی در این حال که رقابت‌های درونی خودش رو داره و هیچ ایرادی هم بهش نیست، اصلا در سیاست رقابت عصر هست، ایرادی نداره، اصلا در همه جای دنیا رقابت بین احزاب هست، به خاطر همین هم ما طرفدار انتخاباتیم که در انتخابات این رقابت‌ها به اصطلاح وجود داشته باشن، همدیگه رو نکشیم، همدیگه رو ترور نکنیم، نمیدونم کودتا نکنیم بر علیه همدیگه. این رقابت ها هست، طبیعی باید باشه، این رقابت ها بیشتر از اینکه شخصی باشه به نظرم باید برنامه‌ای باشه، ولی حتی اگه شخصی هم بود مسئله‌ای نیست، ولی باید حداقل میدان این رقابت ها سالم باشه، بعد جامعه بتونه به اصطلاح به قول معروف تشخیص بده که آقا این کی آخه، یعنی خود همین شما توی به اصطلاح بازار شما نگاه کنین، مثلا سیکیوریتی اکسچنج کارش در به اصطلاح چیز بازار بورس چیه؟ کارش در بازار بورس اینه که کسی کلک نزنه تو این بازار بورس، یعنی خود به اصطلاح این فاینانشال کمپانی های بزرگ مواظبن که کسی کلک نزنه، مثلا یه استاکی رو نیارن مثلا یه کمپانی که اصلا وجود خارجی نداره بیان مثلا استاکش مثلا بفروشن مثلا به نمیدونم سیدی بنگ، به چیس منهتن، به فلان به فلان، این بروکرها بیان روی این استاک معامله بکنن، در حالی که اون اصلا خود کمپانی جعلیه و نه رونیو داره نه پول داره نه هیچی. خب این سیکیوریتی اکسچنج کارش اینه. حالا ما در اپوزیسیون در کشورهایم باید به صورت یک نوعی یک سیکیوریتی اکسچنجی وجود داشته باشه که متوجه باشه که این افرادی که میان اینا سرمایه سیاسی دارن یا ندارن. دقیقا. اگر دارن کجای این سرمایه سیاسی، یعنی شما اگر مثلا میخواین با آقای مثلا مسعود رجوی سر میز مذاکره بشینین، خب آقای مسعود رجوی میتونه بگه آقا بنده یه سازمان سیاسی هم در ایران مثلا این همه اعضا داشتم، این همه آدم هم اعدام شدن، 500,000 تا رأی داشتم، الان هم 3,500 تا آدم دست به اسلحه در عراق دارم آمادن برای من هر کاری بکنن. خب این سرمایه مشخص سیاسی شما میدونین برنامه‌ش هم بالاخره طی سال‌های گذشته گفته و اعلام کرده و همه چیش معلومه، مدل رسر رفتاریش هم معلومه، ولی شما مثلا نمیدونین آقا مثلا ایشون کی هستن، چجوری پیدا شده یک دفعه. ایشون ادعا میکنه که در ایران رهبر جنبش دانشجویی بودم، رهبران جنبش دانشجویی 100 تا دیگه شون اینجا نشستن تو خارج از کشور، یکیشون تایید نمیکنه که ایشون اصلا عضو این جنبش ها بوده اصلا. خب بعد افراد دیگه هم اصلا مثل ایشون، یعنی بحث اصلا بحث شخصی نیست، بحث بر سر اینه که بنده رضا فانی یزدی اگر امروز ادعا کردم باید من بتونم این ادعا رو، یک کسی باشه که بگه آقا
ایشون راست میگه، ایشون یکی از رهبران جنبش دانشجوی ایران بوده، بعد مثلا اینم سوابقشه و در اون چارچوب من پذیرفته بشم، نه اینکه مثلا به آقای مثلا من یادم اینو مثلا نقل قول میکنم از مطلبی که آقای این وکیل ناصر ناصر زرفشان در مورد همین آقا نوشته بود که ایشون مثلا در زندان جمهوری اسلامی ایران بوده، سلفون تو جیبش بوده و سلفونشو گرفتن و متهم بوده به اینکه مثلا از طریق سلفون نمیدونم اطلاعاتی میداده، بعد گریه کرده، اظهار به اصطلاح نمیدونم چیز کرده، توبه کرده پیش ایشون. بعد این بحثا به هر حال اینا ببینین باید روشن بشه، ما نمیتونیم از یک سوراخی صد بار گزیده بشیم، این اپوزیسیون با تمیز باشه، رفتارها شفاف باشه. همه ایراد ما به نظام جمهوری اسلامی ایران، همه اون چیزایی که ما به نظام جمهوری اسلامی ایران ایراد میگیریم رو ما نباید تکرار بکنیم. دقیقاً. اگر نه چرا مردم ما رو انتخاب بکنن؟ به قول معروف چرا دلیلی داره که بین مثلا دو تا نیروی مشابه شما یکی رو بر دیگری ترجیح بدید؟ نکرده دیگه، به همین دلیل نکرده. به همین دلیل دقیقا. انتخاب نکرده دیگه. و دقیقاً. نمیدونم والله. داستان غریبی است. به هر حال از این موضوع که اگه بگذاریم، موضوع بعدی که میخوام با شما مطرح بکنم این مسائلی است که درون ایران میگذرد و ما این روزها صحبت آقای خامنه ای رو خیلی کم و کمرنگ میبینیم آقای خامنه ای رو، و دیگه اون هارت و پورت های گذشته نیست، هر از گاهی فقط میاد و یه چیزی میگه و میره و بعد میبینیم که در ایران هر کسی داره از بار مسئولیت فرار میکنه و حتی مثلا نقدی دیروز گفته بود که نمیدونم ما چیز اشتباه کردیم، ما خیلی مردم رو بی خودی کتک زدیم و اینا، نباید این کارا رو بکنیم، باید مهربان باشیم، فلان باشیم. جوادی عاملی میگوید که آقا این ما کتک این کار رو خواهیم خورد، یعنی نشان میده وحشت رو درون خود نظام. شرایط داخله رو چجوری میبینی الان امروز؟ و با این بحث از حضورت مرخص میشه. من تصورم این استش که فشار بین المللی، تحریم ها، نارضایتی هایی که به وجود آورده، شکاف بزرگی که به صورت در حکومت افتاده سر این مسئله به صورت تقلب به قول خودشون انتخاباتی، بعد ریزش به صورت وحشتناکی که انجام شد در این مقطع، افشاگری هایی که شد در این دوران، و از همه بدتر بیشترین صدمه رو که به نظرم نظام جمهوری اسلامی ایران به خودش زده و امروز همه متوجه شدن، اشتباهی بوده که آقای خاتمی روی آقای خامنه ای روی احمدی نژاد کرد و سرمایه گذاری بیش از اندازه‌ای که به احمدی نژاد کرد و ایشون هم بیشترین لطمه رو به نظام جمهوری اسلامی ایران زد. ببینین تا قبل از این که آقای احمدی نژاد بیاد سر کار و ببیجه در این انتخابات دوم با این بحث ها و به اصطلاح مناظره های تلویزیونی که ایشون انجام داد، نظام جمهوری اسلامی ایران در حقیقت در سطوح بالاییش سعی میکرد وانمود بکنه که اینها یک سلسله آدم هایی هستن که به ارزش های به اصطلاح معین اخلاقی دینی پایبند هستن، وفادار هستن و چهره های به اصطلاح پاکی دارن و اگر خشونتی هم مرتکب شدن، خشونت اونها از نوع به اصطلاح خشونتی بوده که مثلا حضرت علی نسبت به خوارج کرده، حضرت محمد نسبت به اصطلاح به کفار کرده و غیره. یعنی سعی میکردن که به اصطلاح همچین چهره ای رو در تاریخ برای به اصطلاح تو این دوره بذارن. صحبت هایی که آقای احمدی نژاد آورد در سطح به اصطلاح میدیا، یعنی از سطح خواص خارج کرد و به سطح عوام به اصطلاح آورد، این بحثی که به اصطلاح آقا شماها دزدین، همه دزدی کردن، آقای هاشمی دزده، دوروبریاش دزدن، ناطق نوری دزده، دوروبریاش دزدن، و اگه یادتون باشه مثلا اون آقای پالیزدار ایشون مثلا رفت سخنرانی در همدان کرد در دانشگاه و اونجا پرونده هایی رو در برد که همه این آقایونی که به اصطلاح در صدر به اصطلاح کشور هستن و همه هم روحانیون به اصطلاح بالا مقام این حکومت هستن،
اینا همه پرونده های چند صد میلیون دلاری دزدی دارن و به رشوه خواری و شرکت در این فساد. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران اصلا حرف زدن این که آقا شما دزدین، رهبران دینی، آیات اعظام، مراجع تقلید، شماها دزدی کردین، حق خوردین، رشوه گرفتین، منشأ فساد بودین، اینها رو این بابا طی بسرا یک درگیری که با بخشی از حکومت داشت اینها رو مطرح کرد. طرح خود این قضیه اون قداست نظام جمهوری اسلامی رو در اذهان پیروان نظام در هم شکست به نظرم. به وقت اون حالت به اصطلاح قداست روحانی و تقدس دینی نظام که پیروانش به اصطلاح روی اون خیلی سرمایه گذاری کرده بودن، چه در داخل چه در خارج، وقت اون در هم پاشید، خب نظام شده مثل بقیه نظام ها. یعنی از اون به بعد دیگه افراد وقتی با هم دیگه صحبت میکنن مدل صحبتشون شما میبینین یه دفعه عوض میشه. یعنی اگر تا اون روز همه به استراد با یک وکابولری و یک مجموعه لغت به استراد فرهنگی و معرفتی دینی با هم دیگه حرف میزدن، از اون به بعد شما میبینین به استراد اون مجموعه فرهنگ لغتی تغییر میکنه. مثلا آقای احمدی نژاد میاد تو تلویزیون مثلا از اینکه این رو نشون بدم، عکس فلانی رو نشون بدم، نمیدونم چه رو نشون بدم ندم، یا مثلا چیزهایی رو زیر سوال میبره که اینها به اصطلاح جزء مسائل بوده که در دوره اگه کسی حرف اینا رو میزده قتلش واجب بوده. مثلا ایشون در مناظره با آقای موسوی یه دفعه صحبت کرد که آقا ایشون مثلا آقای موسوی که گفتن که شما اعتبار ما رو در دنیا از بین بردی با این سیاست‌های به اصطلاح خارجی نادرسته، ایشون با صراحت گفتش که من بردم یا شما بردین با اون تظاهراتی که در مکه می‌کردین، با موشک‌ها رو در دریای به اصطلاح شمال از کشتی کی در آوردن، در دوران من بود یا در دوران شما یا آقای هاشمی بود. خب یعنی یک چیزایی رو رو کردن تو این فاصله که به نظرم اون قداست نظام به هم ریخت و نظام به اصطلاح آشکار شد که در درونش چی میگذره و دیگه اون دستگاه به اصطلاح مقدس نمیدونم بارگاه پاپ نیست که از دور فقط زرق و برقش دیده میشه. داخلش رفتن و دیدن داخل اون به اصطلاح چه کثافتکاری های انجام شده و در حال انجام شدن هست و خود این مسئله باستابش در بیرون این هستش که اون رفتارهای ظاهری رو که مردم میدیدن الان دیگه اون رفتارهای ظاهری دیگه کاربرد نداره. مثلا آقای احمدی نژاد دیگه اون رفتاری رو نمیکنه که در دورانی مثلا همه حتی اگر مخالف آقای خمینی و تصمیمات ایشون بودن ولی باز همون رفتار رو نمیکردن. مثلا هیچ کسی در مقابل آقای خمینی نمیومد بگه آقا این وزیر منه، من خودم انتخاب میکنم، اگر شما دخالت بکنی اعتصاب میرم 11 روز میشینم تو خونم. بعد قداست به اصطلاح رهبری نظام رو شکستن، کاری که نه آقای هاشمی کرده بود با اینکه بسیار اختلاف نظر داشته در دوره‌های با آقای خامنه‌ای، کاری رو که آقای خاتمی اصلا نکرد به هیچ عنوان ایشون کرد. و این حرکت به نظرم باعث شده که الان خیلی روشنتر مخالفت میکنن با هم دیگه. بعد آقای خامنه ای هم حرفش خیلی برایی نداره. یعنی شما ببینید آخرین نمونهش رو اگه بخواید نگاه بکنین همین انتخابات ریاست مجلس بود، همه تبلیغ میکردن که آقای حداد عادل در واقع کاندیدای آقای خامنه ای ایشون است و به نوعی هم میخواستن به اصطلاح ایشون در بیاد. آقای خامنه‌ای هم به احتمال زیاد توافق نظرش رو این بود که حداد عادل از اون صندوق در بیاد، ولی دیدیم که مجلس به اصطلاح زیر بار همچین چیزی نرفت. بعد مجلس نشون داد که اتفاقا کاندیدای بیت رهبری رو انتخاب نمیکنه، کاندید آقای لاریجانی رو انتخاب کرده. لاریجانی حالا چرا انتخاب شده، تو پروسه های بعدی نقش لاریجانی چه خواهد بود؟ به نظرم کسانی که این تصمیم رو گرفتن، یعنی اگر ما فکر کنیم که سپاه توی این بستر بازی نقش اصلی رو داره، به نظرم سپاه در به دنبال این هستش که مراکز قدرت رو از هم بپاشونه در کشور.
یک مرکز قدرت باشه و اون فقط به خودش باشه، بقیه مراکز قدرت چه مراکز واقعی قدرت مثلا جریان اصلاح طلبی که حزب داره و تشکیلات داره و بدنه داره و گفتمان داره برای خودش، چه مراکز دیگه‌ای مثل به اصطلاح بیت رهبری که بودجه داره، آدم داره، بالاخره کاریزما داره، و چه به اصطلاح مراجع مثلا قدرت معنوی مثل به اصطلاح حوزه ها و روحانیت و غیره. سپاه داره تمام مراکز به اصطلاح قدرت و حضور چیز رو از بین میبره، با افراد میخواد سر و کار داشته باشه. حالا اگر بیت قدرتش کم بشه و مثلا یه فردی مثل آقای لاریجانی باشه، با لاریجانی راحت تر میشه به اصطلاح کنار آمد تا با بیت که یک به اصطلاح مجموعه قدرت هست. یا مثلا با حوزه راحت تر، با افراد راحت تر میشه کنار آمد تا با حوزه های دینی. حوزه های دینی به هر حال به عنوان یک حوزه دینی از یک موضوعیت دیگهی برخوردارن، از کاریزمای دیگهی برخوردارن، موقعیت به اصطلاح ممتاز بیشتری رو دارن نسبت به تک تک افراد. به نظرم سپاه تا حالا موفق بوده، چنانچه بین به اصطلاح بازی آقای هاشمی و خامنه‌ای بازی رو به اصطلاح عوض کرد به شکلی که قدرت هاشمی رو از بین برد، قدرت اصلاح طلبی رو از بین برد. الان هم به اصطلاح این بخش با بازی با احمدی نژاد و این دار و دسته اول از همه قداست و حکومت رو از بین بردن، چیزی که شاید حکومت هم دیگه بعضی از این نیروهای پاسدار به اون احتیاج ندارن. یعنی شما اگر به اصطلاح بخوان نظام حکومت دینی رو در حقیقت به یک نظام پراگماتیست سیاسی تبدیلش بکنین که فقط منافع قدرتی شما رو به اصطلاح بتونه تأمین بکنه، دیگه احتیاجی ندارین به یک قداست دینی درش وجود داشته باشه، چون اون وقت باید با همه کشورها بند و بست بکنین، هر معامله رو بکنین، از معامله به اصطلاح نمیدونم مشروب الکلی گرفته تا مواد مخدر تا نمیدونم تهیه بمب تا نمیدونم قاچاق در بقیه کشورهای دنیا، همه اینها رو لازم دارین و اینها بنابراین شاید یک به اصطلاح قداست دینی حتی برای شما دیگه الان کاربردی هم نداشته باشه. من فکر میکنم که نظام جمهوری اسلامی زیاد الان این مسائل به اصطلاح کسانی که فکر میکنن خود به اصطلاح دین و ابزار دین و اینا به اصطلاح برای نظام کارایی داره، کارایی نداره واقعا. یعنی نه در داخل کارایی داره، شاید در خارج بیشتر هنوز کارایی داشته باشه، ولی در داخل نداره. در داخل مردم عادی که مسلمان بودن و مسلمان هم خواهند بود، در آینده هم خواهند بود، اونا مثلا چه حکومت دینی عوض بشه چه نشه، اون به اصطلاح اسلام خودشون رو حفظ میکنن. کسانی که فقط به نام اسلام دارن الان مردم رو میچاپن، اونا هم الان دیگه به نام اسلام احتیاجی ندارن، شاید اسلام مثلا برشون کم کم بخواد مانع ایجاد بکنه. اونا به نام اسلام جای پاشون رو محکم کردن، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شدن و الان مستقل از اسلام خودشون به اصطلاح موقعیت کسب کردن. بعد موقعیت اسلامی دیگه شاید اصلا براشون درست نباشه. یعنی اگه شما به عنوان یکی از فرماندهان سپاه بخواید موقعیت خودتون رو تثبیت بکنین، بهتره که به اصطلاح چیز خیلی مارک اسلامی رو شونهاتون نباشه، به جای این درجه هایی که الان هست. اگه شما بخواید به اصطلاح آیات قرآن رو بذارین و مقبولیت دینی بذارین، خب آیات و عظام توی به اصطلاح حوزه ها به شما برتری دارن و اگر فردا درگیری پیش بیاد اون وقت اونها هن که تعیین کننده خواهند بود. در حالی که اگر به اصطلاح این مسئله اسلام کم کم برگرده توی همون خونه ها، اون چیزی رو که مثلا امروز خیلی وقتا همین افرادی مثل آقای احمدی نژاد اینا میگن که آقا ما به چادر شارقت مردم نباید زیاد کار داشته باشیم، ما رو که با اینها به جهنم نمیبرن، که اینا رو خودشون میبرن جهنم. معنی این اینه که آقا ما قدرت سیاسی رو میخوایم نگه داریم، با قدرت سیاسی هم به اصطلاح به مسائل دینی مردم چیکار ده؟ یعنی من فکر میکنم که خود نظام از درون دچار یک استحاله از این بابت شده، نه اینکه آگاهانه میخواد به اصطلاح نظام دینی رو در ایران نقطه پایان بهش بذاره و یک حکومت مثلا سکولار دموکراتیک بذاره، بلکه بعضی از شخصیت‌های نظام
در موقعیت هایی هستن که دیگه موقعیت مرجعیت دینی مزاحم کار اونا هست و به این دلیل به اصطلاح فضاهای مبارزاتی جدیدی باز شده که شاید در آینده بهتر روشن بشه این بحث که من میکنم، اگر اونطور که من میبینم درست باشه. ولی تصورم اینه که در این دوره بعضی چیزا در هم ریخته. یک، انتقاد کردن خیلی عادی شده، یعنی چیزایی که شما قبل از انتخابات به استراد 3 سال گذشته اصلا نمیشنیدید و اگر کسی میگفت اون رو زندانی میکردن و حبس میدادن و نمیدونم فلان، امروز میبینین خیلی علنی همه میگن، یعنی نمایندگان مجلس هر حرفی رو میزنن، انتقاد از به استراد رهبری رو خیلی راحت میکنن در مجلس، از هر کسی به استراد انتقاد میشه، بعد خیلی باز تو این زمینه حرف میزنن، از ریاست قوه قضاییه گرفته تا ریاست به دستگاه مجریه کشور یا غیره. یعنی یک تغییراتی اتفاق افتاده که اون حالت به اصطلاح تقدس عمومی نظام یا این حالتی که به قول معروف میگن که به اصطلاح لباسای چرکتون روی بند اندازین که همسایه ببینه، اون تموم شده، انداختن رو بند، حالا همه دیدن. بنابراین الان دیگه میبینین که آقای هاشمی هاشمی نیست، آقای نمیدونم لاریجانی لاریجانی نیست، خود آقای خامنه‌ای خامنه‌ای نیست، در این حال که هنوز بالاخره مجموعه نظام داره کار میکنه و هست. شکنندگیش به مراتب به مراتب بیشتر از بسیار گذشته هست، به خاطری که نه کاریزمایی وجود داره که زیر اون نظام همش بسیار اتفاق نظر داشته باشه و نه توانایی های بسیار گذشته رو داره از نظر اقتصادی و بسیج اجتماعی و سیاسی. ولی خوششانسی که داره اینه که نیروی مقابلش به مراتب از خودش ضعیفتر و هست و بدون برنامه. دقیقا. آقا خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، خستت کردیم، تا فرصت دیگر که در خدمتت باشیم. ازت ممنونم از شما و براتون آرزو موفقیت. متشکرم آقای فنی. ممنون. متشکرم. گفتگوی ما بود با آقای رضای فانی، امیدوارم که کمک کرده باشه. متشکرم.